عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 3 آبان ماه 1400 برابر با 21 نوامبر 2021. بگید ببینیم کجا هستید، چه می کنید، حالتون چطوره و امیدوارم که هر جا هستید خوب خوش سرحال باشید، مخصوصا الان که مهر، آبان، آذر، بعد دی، بهمن، اسفند، یعنی پاییز داریم میریم به طرف زمستان و آماده بشید. بعضی وقتا میگن زمستان خیلی سختی نخواهد بود، ولی به اخبار هوا و پیشبینی های اینها اصلا اعتماد نمیشه کرد. و اما هفتهی که گذشت از اون یک شنبه تا این یک شنبه چه ها گذشت؟ آقای زاهدی فوت شد، مرد، از دنیا رفت. و جالبه وقتی یه نفر میمیره هیچ کس جرأت نداره بگه آدم بدی بود. شما توی هیچ مجلس ختمی ندیدید که یه نفر بلند شه و بگه آدم بدی بود، اینجور بود، اونجور بود. اگر کسی هم بخواد بگه اطرافیان نمیذارن. به نظر من اردشیر زاهدی یه آدمی بود که ممکنه مدرسه‌م رفته بود، درس خونده بود، ولی لات بود و چون بچه تیمسار بوده و از اون ماجرای کودتا و اینها باباش قدرت داشته و اینها، یه کمی هم لوس و نونور و بی‌پروا، به همین خاطر همه دوستش داشتن چون خیلی تیتیش مامانی نبود. ولی این یکی از اونایی بود که در دیکتاتور ساختن شاه مؤثر بود. شما نزدیک یه نفر باشی، بهش دوست باشی، براش خانم ببری، باهاش بری نمیدونم هر الواتی و عرق خوری، ولی بهش نگی که اشکالاتش چیه، هی بادش کنی، این میشه که آقای شاه هم پوکید به قول شیرازی ها و گند زد به سلطنت و به ایران و به خانوادش و به خودش و همه. در صورت به نظر من اردشیر زاهدی آدمی نبود که حالا به خاطر اینکه آخر عمرش همه میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. میدونیم که بعضیا حتی به پیری هم پرهیزگار نمیشن، ولی زاهدی گویا حرفایی که میزده چیز بوده. البته مورد حمله شاه الله‌یا قرار گرفت راجع به اون دعوای شاه و فره سر هواپیمای شاهین، گفت بابا این هواپیما 40 میلیون، شما نمیدونم اینقدر میلیارد دلار پول دارید، ول کن این بیچاره مریض فلان اینها. و ولی یه چیزای خنده داره، میگه چی؟ گرین تگ، گوتن تگ، گوتن تگ، خیلی ممنون، روز بخیر. ما اولی که اومده بودیم آلمان تو این خیابونای شهر میگشتیم و 30 چند سال پیش همون آلمانی هم خیلی مؤدب‌تر از حالا بودن، و وقتی که رفتیم یه شهر کوچیکی به نام هوخایم و بادکوسناخ و اینا، همه دیدیم همینجوری که تو کوچه راه میرن هی میگن کون تاک کون تاک. ما گفتیم این کون 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 چی چیه؟ دوستمون گفت آقا اینا اصلا یا بگنت کون تاک، وقتی هم میخوای بری بهت میگن چوس. خلاصه آدمای خوبی هستن. من هر وقت مسافرتی داشته باشم سعی میکنم سر راه آلمانم وایسم. اتفاقا چند مدت پیش دوست خوبمون آقای محمد خادمی هم از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. ایشون جزو توی هوا نیروز بود و 2-4 سال پیش که رفتم آلمان، نه 5 سال پیش که رفتم آلمان، رفتم و با وجودی که هتل گرفته بودیم اونها اصرار کردن، چون یکم از بادکاسناخ دورتر بودن. تو آلمان مثلا یکی از اگر 30 کیلومتر اون ورتره، مثل اینجا نیست 50-60 مایل میریم حالیمون نیست، میگن نه دوره دیگه. 2 شبم اونجا بودیم و یه شبش هم رفتیم یه رستوران ترکی در همون شهر کوچکشون، خدا رحمتش کن اگه خدایی هست، اگرم نیست که یادش گرامی، آقای محمد خادمی. خب برگردیم این آقای اردشیر زاهدی، اینایی که میمیرن و میرن و اینها، خب بالاخره هر کسی نوبتش میرسه میره، یا حالا
خانوادهش همیشه فکر میکنن خیلی زود رفته، ولی اینایی که چی میگفتن بادمجون دور قاب هستن و خیلی، یه آقایی هست به نام مینیسه چاهیدی، شاهیدی فامیلیش، شهیدی هم نه شاهیدیه، اگه بتونم اینو پیدا کنم با این چشمام خیلی جالبه. ما اینا همه رو میاریم ردیف میکنیم میگیم خب دیگه حاضریم برای برنامه، همچی که برنامه شروع میشه اینا میرن این ور و ور قایم میشن پیدا نمیشن. آقای شاهیدی حرف خوبی زده، بذارید براتون بیارم. دوتام اینجا پاک کنیم. ایداد بیداد چیکار کنیم ما این اسما رو، این هاست شاهید نوشتم، شهید یا شاهید. خب ببینم این عکس ممکنه بره اصلا روی صفحه، چون امروز دوباره جدید گذاشتم. نه ببینید چجور نشون میده دوستان، من نمیدونم، هیچ کم نتونست با ما تماس بگیره بگه این چرا اینجوریه. ما وقتی یک چیزی رو بلد میشیم به دیگران فوری میگیم، ولی دوستان ایرانی خیلی خصیصن برای یاد دادن. یه عکسی گذاشته ایشون، کامرای سه رو من براتون روشن کنم. ایشون رو میشناسید، نمیدونم تو کدوم تلویزیون بی بی سی من و تو کدوم اینام هی جا به جا میشه. برنامه‌اش قشنگه، برنامه‌های خوبی درست میکنه، ولی این جالبه، محمد رضا شاهید یا چاهید یا شهید هرچی، اینم فیسبوک دومشه. اوکی نوشته آقای زاهدی امروز ساعت 11:30 صبح رفتید. باور کنید من همین جوری شروع کردم به خندیدن، گفتم یعنی این بنده خدا که مرده خودشم نمیدونه کی مرده چه ساعتی مرده. آقای شاهید شما خبرنگار همه اینا میدونید که میگن چی پدر خبرنگاری روزنامه ایران، شما باید بهش بگی کی مردی. دیگران هم یه چیزایی نوشته بودن، آقای لیمونادی هم نوشته بود، آقا یه آدمی بوده که سابجکتی بوده، موضوعی بوده برای برنامه شما، حالا شما رفتی باش پیمان دوستی ریختی، هر سال که میرفتی سوئیس هم یه سری میزدی، ویلای ایشون هم احیانا جای خوبی بوده، چون کسی که همیشه همیار و همقار چیز بوده، یار قار شاه بوده سوئیس و اون جای نمیدونم آلپ و فلان اینا، کارمون خیلی خرابه دوستم. ولی آقای آریان پور فوت شد، کسی جایی چیزی گفت؟ چون انسان شریفی بود، چون مرد خوبی بود. اتفاقا دیروز داشتم برنامه شاهین نگاه میکردم، شاهین 2000، این شاهین هم ما رو گیج کرده، شاهین غلامرضاییه، شاهین 2000 بمانه، حرف قشنگی میزد، گفت خانم نمیدونم دنیا فلانی عکس بچهش و زاییدنش گذاشته، روز اول 1,000,000 اومدن دیدنش، ولی طرف فیلم درست میکنه کلی زحمت میکشه 30 نفر هم نمیاد ببینش. آقا همینه، خود شما و من آقا شاهین یکی از اونایی هستیم که میریم همین چیزها رو میبینیم، تا مینیسه دنیا فلانی عکس بچهش رو گذاشت میریم میبینیم، من و شما هم جز و همونایی هستیم که ازشون ایراد میگیریم، چیزی که از خودمون متوجه نیستیم چون این کار رو خودمون انجام میدیم. آقای فرزاد نیساری پس از چند هفته، امروز خواستم بگم فردا، امروز ساعت 3:30 به وقت نیویورک با ما هستن. و اما دوستان این آقای شاهید رو ما از اینجا پاک کنیم بره، ولی یه آقایی به نام سید شاهید با تلویزیون نوریزاده هم کاری میکنه، نوریزاده خیلی بده ها این تلویزیون ها رو شما به نام خودشون نمیشناسید، مثلا نمیگید مردم تیوی، میگین تلویزیون سوربی، نمیگید تلویزیون کانال یک، میگین تلویزیون چیز. دلیلش هم اینه، تنها تلویزیونی که کسی نمیگفت تلویزیون داور، تلویزیون رنگارنگ بود. دلیلش چی بود؟ که خود داور برنامه نداشت، 22 تا مجری و برنامه گذار، برنامه های متفاوت، خوب، واقعا واریته میگن، چی میگن، متنوع، ولی هیچ کنم گفت تلویزیون داور، میگفتن تلویزیون رنگارنگ، تا اینکه گندش در اومد همه ولش کردن رفتن، خودش اومد برنامه گذاشت شد تلویزیون داور، که بعدم شد رادیو، حالا شنیدم میخواد ببندتش. آقای شاهین خانم
تا ما اسمش آوردیم مثل جنی که موش آتش میزنن مویش را آتش میزنن آمد. اجازه بدید من از این خانم محمدی، مونا محمدی هم تشکر کنم. و یک خانمی از ایران برای من رزومش فرستاده بود، نوشتم خانم من فقط دارم به شما میگم، فکر کردم اشتباهی برای ما فرستادی، ما اینجا خودمونم زیادیم، کسی رو استخدام نمی کنیم، برای کسی دیگه منظورت بوده بفرستی؟ گفت نه، من فکر کردم شما تو ایران هستید. گفتم حالا اگه میخوای من نشون میدم کسی تو ایران، اگر نمیدونم حسابدار چیزی هم بودن، بفرستن به اصطلاح احتیاج داشته باشن شما رو ببینن استخدام کنن. دیگه جواب نداد و ما بدون اجازه نشون نمیدیم. در صورت ممنونم دوستان، اگه لطف کنید این برنامه رو همین الان که دارید نگاه میکنید وقتا یادتونی میگو که اگه آب دسته بذار زمین. حالا من نمیدونم اگه این میخوردش بعد میذاشت زمین مگه چند ثانیه طول میکشید که شما میخوان یه آدمی رو که میخواد آب بخوره بهش میگی آب نخور پشت بیا اینجا، خب این بیاد اونجا که تشنه است همون اول تا میرسه میگه حالا یه شربت آلبالوی بلیموی اینا درست کن. خب دوستان، این ماجرای فیسبوک کدومتون فکر میکنید خیلی خوب بلدید، خیلی خوب رعایت میکنید؟ من بارها دیدم یه نفر یه چیزی رو میذاره بعد میگه گذاشتن این منظور این نیست که من اینو تایید میکنم یا تکذیب میکنم، باید چی کار کنم؟ من فکر میکنم اگه یه کسی یه چیزی رو میذاره باید نظر خودش رو هم همون اول بنویسه، مثل همین آقای شاهید که عکس گذاشته، من باید زیرش بنویسم من تا این نوشته رو دیدم کلی خندیدم، خوشحال شدم که آقای شاهید هست که ساعات فوت ما رو به دیگران بگه. تلویزیون نوریزاده فکر کنم فردا باشه، نه یا ایران فردا، یه رادیو فردایی هم بود، اتفاقا به من گفتودن بیا پراگ کار کن با حقوق پراگ، ولی کارمند دولت آمریکا هستی. گفتم بابا ولمون کن تو رو خود. خب این از این فیسبوک. پیام شخصی شما رو فیسبوک خودت، ببخشید اینجوری رک و بی‌پروا صحبت میکنم، هر غلطی دلت میخواد انجام بده. تو هستی و فیسبوک. دیدم آقای احمدیان دیروز نوشته بود فیسبوک خیلی آزادمنشه، هر چیزی رو که ما درباره آزادی مینویسیم آزادانه پاک میکنه. خب ولی من سوالم از شما اینه، آقا اینایی که برای آدم چیزهای خصوصی میفرستن، یعنی پیام خصوصی میفرستن، بعد شما نگاه میکنیم اینی اصلا این پیام خصوصی نیست. حالا یکیشو من بهتون نشون بدم، نه باز نگاه کنیم پلیر دو این تصویر، حالا من تصویر اصلیشو بهتون نشون میدم، نگاه کنیم. این آقای هست، از همونایی هم هست که موجو اینجا مینیسه، تبار اونجا مینیسه، نمیدونم مهاجر مهاشو اینجا مینیسه، جرشو یه جای دیگه جر میده یا جر میزنه، که اینم مرضیه که تو فقط تو ایرانیا راه افتاده. مثلا شاهین شاهو اینجا بنویسه، هینشو اونجا، یعنی یکی پیدا بشه یه هینی به شاه بکنه، اینا که سوار اسب میشدن. سوربی سورشو اینجا بنویسه، بیشو اونجا میشه سر بی. ببخشید بیان سراغ آقای سید مهاجری، نوشته دوست گرامی با سلام، ننوشته دوستان، دوست گرامی یعنی خصوصی برای من، دوست گرامی با سلام، پیام هایی که در اختیار دوستان میذارم از این دست به اون دست هستن و من هیچ گونه دلبستگی یا وابستگی به هیچ یک از آنها ندارم و هیچ یک را تایید یا تکذیب نمی کنم. من نوشتم سلام، من نمیفهمم شما چرا برای من پیام شخصی ارسال میکنید، بهتر است به صورت پست برای عموم باید بنویسم نصب کنید، ارسال کنید، ممنون از شما. حالا شما اینو ول کنید دوستان، جوابی که این آقا داده از این اولی جالب تره. جوابش توی دو، یعنی ما ملت مریضی هستیم، ما میدونیم اگه برای اکبری فوش بنویسیم ناراحت میشه، ولی برش مینویسیم وقتی اون ناراحت میشه، اون وقت مینویسه که انتظار ایراد از شما را داشتم. این برای تمام دوستانی که پیامهایی از این دست به اون دست من
دریافت میکنه. اولا برای خودش اسم ساخته، پیام های از این دست به اون دست. اون وقتا به شما میگفتن نوکر بیجیرو مواجب، یعنی یک کسی یک کاغذی میده شما میره پخش میکنی، وقتی ازت میپرسن چیه میگی من نخوندم. شاید نوشته باشن فردا ننت میخواد عروسی کنه، شاید روش نوشته باشن بابات فوت شده، اقلا خودت بخونش. برای ایشون نوشتم من امروز درباره این نوشته ها صحبت میکنم، امیدوارم شما دلخور نشی، بعد از شنیدن و دیدن برنامه منم نظرتو بگی. نگاه کن، نوشته انتظار ایراد از شما رو داشتم، این برای تمام دوستانی که پیام های از این دست به اون دست منو دریافت میکنن. خب که چی؟ که ما بفهمیم شما یه موجودی هستی بی اختیار، بی عقل و کرم داری. به غیر از اینکه این پیام ها رو میفرسی، بعدم تک تک پیام خصوصی میفرسی. بابا ما ملت مریضی هستیم، ما لیاقتی بیش از شاه نداشتیم، ما لیاقتی بیش از شیخ نداریم. همین اوزگل زاهدی وقتی میمده خارج، بعد میگشته اونجا اینجا جنده با، میدونی شما چقدر پول داده که با الیزابت تیلور خوش باشه و فلان کنه اینا؟ شما حتی میدونستید که شایعاتی بوده و هست که ایشون به دلیل این که خانم فرح دیبا ممنوع الخروج بوده به خاطر فعالیت های کمونیستی، ایشون باهاش یه سر و سری در ایران درست میکنه، میگه حالا بیا من کلید، ایشون هم کلید ساز بوده، من کلید قفلتو دارم، قفلتو باز کنم. قفلو باز میکنه، بعد قفلو میده به شاه، شاه احمق هم باهاش ازدواج میکنه و بماند. آخه من نمیدونم اردشیر زاهدی که شغل اصلیش جاکشی بوده، شغل اسمیش وزیر امور خارجه و نمیدونم چه پخی بوده. بله خیلی تعریف میکنن که آقا نمیدونی چه بریز په پاشی میکرد اینجا، ما اینجا با قاشق خاویار میخوردیم. از جیب خودش میابرد 10 کیلو خاویار اون زمان داده بوده برای اینو، چنین خاویار شده 60 میلیون دلار. خب دوستمون ببینیم چی نوشته. بله ایران فردا، آره اون رادیو فردا بود که مال یه بخشی از وزارت امور خارجه بود. چرا باید از پراگ پخش میشد من نمیدونم، شما میبینید حتما بی بی سی هم یه ساعتی رو اینترنت میگه ما این برنامه رو نمیتونیم رو اینترنت پخش کنیم، هی دینگ 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 دینگ، موسیقی زشتی هم میزنه اعصاب آدم خرد میشه. خب آقای فرهاد زمانیان کم لطفی میکنه، میگه وای اگر نیساری امشب نیاد مسلسل ها بیرون میاد. سلام مجدد به آقای اردشیر شیخی. دوستان یه برنامه قبل از این برنامه داشتم، خود من اینجا بغضم گرفته بود، میخواستم گریه کنم ولی خودم رو نگه داشتم، با خانم زهرا معینی از آلمان که به زودی این یوتیوب ویدیوش که حاضر میشه اون رو روی فیسبوک قرار میدم تا شما هم ببینید، ولی میتونید از کانون آوا نگاه کنید و ببینید مجاهدین چه کردن با خودشون، اول چه کردن با اعضا، چه کردن با هوادارا و چه کردن با ملت ایران. و اگر شما طرفدار مجاهدین هستین من ازتون دعوت میکنم که مجانی بیاین در برنامه های من شرکت کنید. و خوب شدن کم مونده بود اینو باطل کنم این صفحه رو، ببخشید با تو این صفحه بهتون جواب میدادن، دارم کم کم احساس پیری میکنم. بله بله این خانم مونا محمدی، من نمیدونم این عکسای خودشه یا عکسای دیگرانه. فیسبوک شما باید یه عکس از خودت بذاری تو صفحه خودت و اینها، بعد باقیش عکسای دیگران. آها اگه اون بالای عکس خودتونه خب ماشاءالله هم جوان هستید هم زیبا، دیگه چرا حسرت زیبایی و قشنگی دیگران رو میخورید؟ و یه آقایی هم بود هفته پیش آمده بود، من دیدم بعدن همش عکسای زنها رو میذاره جاهایی که مثلا بدنشون یه کمی حالا با شلوار و اینا ولی یه کمی بدن نما هست، بدن پیدا میشه. میدونی الان این شلوارای چسبونی که تو ایران هست، استاک میگن، استاکینگ میگن، چی میگن نمیدونم، اینا رو خانمای ایرانی استفاده میکنن و والا باور کنید من یونان رفته بودم یه جزیرهش، اصلا ما اینجا نشسته بودیم داشتیم آبجو میخوردیم، خانما آقایون اونجا میومدن لخت رد میشدن، آدم انقدر اونجا توجهش جلب نمیشه به اون زن لخت تا این خانمایی که اینجوری حجاب دارن، احمدی نژاد احمق و دیگرانی که مسئول هستن
شما این حجاب رو اگه ول کنید کارتون درست میشه. اشکالتون اینه که گیر دادید به حجاب، خودتون رو سر کار گذاشتید، ایران رو هم ذلیل و بدبخت کردین، ولی گویا یه خبرای در اصفهان هست. و جالب اینه تا مردم اومدن و چیز کردن، دو سه نفر گفتن الحمدلله گروه های چپ و راست و مجاهدین نگفتن فلان. یه دفعه دیدم مجاهدین گفته خب اصفهان شروع کرد، دیگران هم بیرون بیایند. یعنی چی؟ یعنی ما به اصفهان گفتیم؟ بابا اصفهان مسئله آب و آب قم و آب دوزی آخوندا و اینا به اینجاشون رسیده. اومدن اتفاقا یه آخوندی هم اومده بود اونجا، مردم ازش میپرسیدن که چرا آخوندای دیگه نیستن و بمانه. خب خانم محمدی، شما محمد تشدید داره، دو تا ام بذاری کارمون درست میشه. اینجا نوشتم اردشیر زاهدی هم مرد، مرد که مرد، همه میمیرن. اون داستانی بود به نفر گفتن که فلانی مرده، میتونی باباش مرده میتونی بری بهش بگی؟ گوه هر کی میمیره باباش به من میگن، من کارم خیلی درسته، میرم اونجا بهش میگم. گفتم چجوری؟ رفت اونجا گوه آقا شما انشتین رو میشناسی؟ گوه آقا اینقدر فرمول نوشت، اینقدر چی بود فلان اینا، اون مرد. نمیدونم جنرال دوگل رو میشناسی؟ گفت بله. گفت اون با قد بلندش و فلان بیسار، اون مرد. نمیدونم ارسطو رو میشناسی؟ اون با اون همه دانش و فلان اینا مرد. بابا قرمساق تو که گویی نبود، اونم مرد. این دیگه ختم کلام. کاکو پارسا سوربی عزیز با گرمی با سلام، گرامی با سلام، ممنون از شما. مثل همیشه بک‌گراند و تصویر عالیست، خیلی ممنون. درباره تصویر دوستان، ما روی ببینید دو تا سیستمه، یه سیستم رو روشن میکنیم که میره روی یوتیوب و همون میاد روی مردم تیوی، گاهی وقتی هم از تویچ میگیریم. اونو ما کنترل میتونیم بکنیم، سرعت اینا رو کم و زیاد کنیم، اندازه صفحه رو کم و زیاد کنیم. ولی فیسبوک، این پروگرامی که ما استفاده میکنیم، این کامپیوتری که برای فیسبوک میفرسه، این حلالیه، چی میگم، همین جوریه. یه وقت میره رو 18 مگابیت، ما اون وقتا دوستان رو 120 کیلو پخش میکردیم، حالا 18 مگابیت. همین الان که با شما صحبت میکنم اومد رو 13.5. نگاه کنید، اینا رو متاسفانه من کنترلی ندارم روش. و اینه که حالا شما بستگی، ببینید اینجا یک کامرای 3 بهتون بدم، نگاه کنید اون بالا الان شد 9.8 و هی خیلی هم میره بالا و پایین 9.9. این اگه بذاره ما بیاریم اینو رو 1000، الان شد 271 کیلو. باورتون میشه یه دفعه از مگا میاد رو کیلو؟ بستگی داره که فلان هندی الان برنامه گذاشته، فلان آمریکایی برنامه گذاشته و الی آخر. اگه کسی میدونه چجوری فیسبوک، اونی که مستقیم از دوربین میگیریم، نه برنامه های از پیش ضبط شده، تنظیم کنیم، لطفاً به ما بگه. الان اینجا نوشته استریم متریک 12.9 مگابیت پر سکند. حالا دیگه این مگا نمیدونم یه میلیونه، چون کیلو هزاره، هزار هزار میشه یه میلیون. آخه ما یه میلیون میخوایم چه کار؟ من دارم فوتبال بازی میکنم که مثلا حالا طرف ببینه با پای چپ میزنم یا پای راست میزنم. ما نشستیم اینجا هر روزم پهنتر پهنتر میشیم. دیدید که آخر مجبور شدیم تصویرمونو از اون سیستم 4:3 بیاریم روی 16:9. 16:9 مثل این تلویزیون های جدید پهنه، به همین خاطر جامون میشه. این رو آقای زمانیان گفته بودن، ولی متاسفانه دوستان نمی نویسن که از مردم تیوی دارن نگاه میکنن، از یوتیوب زنده نگاه میکنن، از یوتیوب به اصطلاح ضبط شده نگاه میکنن. همه عجله دارن، نمیدونم کجا میخوان برن. یادم 30 چند سال پیش اولین باری که ما رفتیم یه کامیون نو بخریم، خیلی خوشحال رفتیم صحبت کردیم با یه نفر، فردا رفتیم که بخریم، وقتی رفتیم اونجا نبودش. رفتیم به منیجرش گفتیم، گفتیم که این آقای فلانی نیستش. گفت نه امروز تعطیله، فردا بیاین. داداش من عصبانی شد، گفت مرد حسابی، ما اومدیم اینجا 80,000 دلار ماشین میخوایم بخریم، الان همون ماشین 200,000 دلاره، کامیون میخوایم بخریم، شما به ما میگی فردا بیا؟ بعد اون مرده، آقای رالف پیرمردی هم بود، فوت شد، بلند شد گفت بابا ببخشید، من فکر میکردم که اینجوری دارم نصیحتت میکنم، یادت میدم که عجله نکن،
خب با اون آقا صحبت کردی فردا، حالا میخواین امروز آفیف تعطیلی بیا اینجا، برد ما رو به یکی دیگه معرفی کرد و ما سالهای سال از این آقا ماشین خریدیم و هر وقت میرفتیم توی سنترال موتور اون بنده خدا ما رو میدید که ما مشتری اون بودیم ولی رفتیم از این ماشین خریدیم. ما که نمیدونستیم اونجا خبر نداشتیم اینا با کمیشن هن، با کمیسیون هن، ولی گویا این آقای برایان به اون یه پولی میداد. الان باز 12.3 و الی آخر. خب دوستان تلویزیون مردم رو حمایت کنید. ما در ماه گذشته $100 حمایت داشتیم، $100. ولی یه چیزایی رو براتون بگم. اولا یه دوستی شنیده بود که ما تو برنامه هی میگیم من که ساعت رو دستم نیست و اینها، برای من یه ساعت هدیه داده، ساعت اینویکا، حالا اسم اکسونیاش نشون میده. دوستان یا متاسفانه یا خوشبختانه، متاسفانه مغزمون کوچیکه، دستمون بزرگه از بس کارگری کردیم. این ساعت رو وقتی میبندم 2-3 ساعت یکم برای من تنگه، یعنی اذیت نمیکنه ها، ببینید حتی جا به جا هم میشه. بعد من بهترین فکری کردم اینه که اینو اینجا روی ایر بگم به شما و اگه کسی مایل هست داشته باشه ما اینو بفروشیم، بگیم مثلا $100 $120 شما بفرستین پول پستش هم با ما. با آقا سعید هم ما نمیفروشیم، چون ممکنه اینم بگیره بگه اون میکروفونی که خریدم من نمیخواستم. چرا میفروشیم؟ اگه پولشو اول بفرسته، هر چی دوست داشتید، $100 $110 $20 نمیدونم، نه دیگه زیر $100 نه، چون باید پستش هم بکنم، عکسش و اینا هم هست و اینم این دوست ما برامون فرستاد. حالا جالبه، من به این دوستم بعدن گفتم که همون جوری که به شما گفتم من ساعت نمیبندم و اینو حالا یا هدیه میدم به یه کسی یا میفروشیمش تو برنامه. گفت نه آقا من این برای شما خریدم و اینها. گفتم من دلیلی که تماس گرفتم، تماس گرفتم که اینو چند بفروشم و روی اینترنت نقل $130-140 رو ای بی و اینها. این گفت نه آقا من $300-400 خریدم. گفتم بابا جون این اولا دست دومه، اگه نگاه کنید دوستان میبینید یه دو جاش میبینید یه کمی مثلا کسی که کار کرده به سنگی، به اره، به اره نه، میز و این چیزا خورده. بگو نه آقا این دست دوم نیست. گفتیم آقا میدونی چه سلا، من و شما که نمیخوام دعوا کنیم سر یه ساعت، شما لطف کردی یه ساعت به ما دادی، ما مالا این ساعت رو میخوام هدیه کنیم به دوستان، ولی این ساعت اگه نو باشه باید توی باکس بیاد. بعد اینا یه دو تا از این دندونه های اضافی داره برای افراد دست گنده بزرگ کوچیکش کنن. البته اینه که من میگم دوستان من واقعا دستم بزرگه، یعنی دستکشم که میخرم XL وقتی میکنم دستم اینجاشو چاک میزنم که اندازه دستم بشه، از بس کارگری کردیم بهشم افتخار میکنم. این ماجرای ساعت. ماجرای فیسبوک رو گفتم. دوستان چیزای عمومی رو برای یه نفر خصوصی نفرسین، اعصابشو خراب میکنید، این حالت خصوصی و عمومی رو هم از بین میبرید. حالا یه چیزی براتون بگم، ببینید یه چیزای عمومیه، شما هیچ وقت نمیبینی یه نفر نامه براتون بنویسه که پدر من فوت شده بیا ختم. این جنبه عمومی داره، میزنن به در دیوار به همدیگه میگن اینجوری. ولی یه نفر میخواد شما رو دعوت کنه به عروسی، براش هم کادو ببری، برات نامه مینویسه، کارت میفرسته، این خصوصی. اینو یاد بگیریم هی نفرسیم چیزای عمومی رو. یا آقای نمیدونم گفتم اسمشم اسم آمریکایی گذاشته فلان، بعد خیلی هم از ایرانی بودن خودش به اصطلاح به این و اون فخر میفروشه. گفتم آقا شما که اسمتو که گذاشتی نمیدونم چی خارجی، عکست هم که یا عکس بز و خر و کرخر میذاری، اون دیگه از ایرانی بودن صحبت نکن، اینا رو من بلاک میکنم. حالا منتظرم این آقای سید مهاجر یه چیزی بنویسه اینم بلاک کنم، یا اینکه بگه من امروز یاد گرفتم، من امروز فهمیدم و اشتباه میکردم. اولا دست به دست میدم، اگه شما دست فروشی از این دست به اون دست میدم. آقا یه چیزی رو که برات میفرسته یه نفر بخون، اگه قبولش داری پست کن برای همه، نظرش هم بنویس. قبول نداری بنویس من این رو قبول ندارم، نظر شما چیه. این یک. یه موضوع دیگه،
من هفته پیش میدونید چند روز با آقای خسرو بهرامی بودم، متوجه شدم آقای خسرو بهرامی ماشاءالله چند تا تلفن داره، یه تلفن مال ماشینه، یه تلفن مال کمرشه، میبنده به کمرش، یکیش دیگه ما مجبور شدیم یکیش بنویسیم تلفن موبیل، تلفن ماشین، تلفن آفیس، تا بفهمیم کجا کی ایشون رو پیدا کنیم. بعد هر وقت براش یه چی میفرستی میگه به اون یکی هم بفرست. عزیز من اینو خودت باید این کارو بکنی. این یک. دوم، ایشون متوجه شدم چون رانندگی میکنه این تلفنو وقتی میخواد مثلا برای سوربی تکس بفرسه اینجوری میگیره دستش، من حالا برای ایشون میخوام بفرسم، بینم موبیلشه این، بله موبیل، میخوام بگم که چی میشه. نگاه کنید دوستان، تلفونا مال من آیفونه، اندروید هم دارم. حالا من به ایشون میگم سه چهار تا فون، من واقعا 5 تا تلفن دارم، یه دو تاش مال شرکت های مختلفی که کار میکنم، باید وقتی کار میکنم از تلفن اونها استفاده کنیم، تلفن خودمون رو نمیتونیم داخل ببریم، اینا مهم نیست. در هر صورت ببینید، شما وقتی میخواین برای یه نفر تکس بنفرستید، عکسشو من بهتون نشون بدم، یک لحظه، تکس تکست کجاست؟ این سوربیو، اینا آقای، باور کنی این دوتا تکست دیگه آخر آخر بود، شاید ملت الان میگن بابا این سوربی پیر شده، خرف شده، حالا دیگه تو برنامه تلویزیونشون هم میخواد یه چیزی هم یاد ما بده، خودش هم یادش نمیاد کجا گذاشته، چی بوده، کی بوده. و اما نه، اینکه شو می حل مشکل آب، نه اینم نیست، نه. خلاصه بهتون بگم دوستان، اولا اگه خواستید از من بپرسید براتون لینکشو میفرستم. نگاه کنید دو تا قسمت داره، اوکی؟ ببینید مثلا ایشون برای من خواسته یه چیزی رو بنویسه، جمله‌ای که اصلا نوشته و اینها خیلی قاطی پاتیه، بعد من براش نوشتم دوست عزیز این کار رو انجام نده، چون خدایی نکرده ممکن برات یه اشکال قانونی یا یه اشکال دلخوری بین دوستان پیش بیاره. براتون گفتم چند تا بچه یه نفر یکشون رو پول میدن، نه که پول ندارن، 5 دلار 10 دلار این میدن، میرن دم 7-11 وای میسن، به یه نفر 10 بار به خود من گفتن آبجو برامون میخری، میگم نه، برو به برادرت بگو، برو به بابات بگو، اوکی؟ یه نفر رو پیدا میکنن دلش به اصطلاح میسوزه، برای اینا آبجو میخره. این طرف گفته بوده که I'm here waiting for somebody to buy beer for us. بعد نوشته بود من بیر خریدم دارم میام. این وقتی اینجوری گفته بود، اون نوشته بود، شده بود من با بمب دارم میام. آقا مدرسه و فلان و همه اینا، حالا کی گزارش داده؟ یعنی تو خود دوستانش هم یه کسی بوده و اینا بمانه. دو سه تا گزینه یا آپشن داره تلفن ها. یکیش هست تصحیح میکنه، یعنی غلط املایی شما یا لغتی شما رو تصحیح میکنه. حالا این تصحیح، وقتی من و شما ایرانی هستیم، درست مثل من و آقای خسروی هم 2 کلمه آلمانی رفتیم یاد گرفتیم، کلمات رو بلد نیستیم تلفظ کنیم، اگرم فکر میکنیم درست تلفظ میکنیم، تلفن لهجه ما رو نمیفهمه، خدا میدونه چه چیزایی مینویسه. ایشون برای من نوشته بود که مثلا قرار هست که گاورمنت یا دولت ماشینایی رو که 12 سال کهنه تر هستن دیگه نیذاره تو جاده باشن. اینجوری نیست آقای خسرو بهرامی، اگر یه همچین قانونی بشه، حالا یه سری گرند فادر لا میذارن و فلان، یه سری حتی از ایران قزمیت خودمون که بدتر نیست، این پیکان ها رو میخواستن بندازن توی جانکیارد و نمیدونم دستگاه زوبان اینا، به مردم گفتودن نمیدونم 2 میلیون 5 میلیون یه پولی میدن. این بگذاریم، ولی برگردیم به این ماجرا. من اون روزی که 3 روز ایشون با من بود، 3 بار رفتیم مسافرت این ور اونور دلیور و نمیدونم پنسیلوانیا و فلان، متوجه شدم که ایشون این کارو میکنه، به جای این که بهش میگن دیکته میکنه، یعنی میگه انگار که یه منشی داری، ولی بیاتون باشه این منشی های مجانی، تازه این روزا منشی که استخدام میکنی درست کار نمیکنه، حالا منشی مجانی دیگه بیا ببین.
این منشی های مجانی به درد عمه من میخوره، ماشاءالله ستاشون هم فوت شده، اینا به درد نمیخوره. اگرم استفاده میکنین یه نظر نگاه کنید ببینید درست نوشته باشه، بعد بفرستینش بیرون. باعث دلخوری دوستان، باعث گیج شدن دوستان، باعث یه اشکال قانونی نشه. بهترین کاری که من فکر میکنم با لهجه های من با شما به اصطلاح کار میکنه اینه که اینجایی که تکس هست این پایین میکروفونو بگیر دیکته کن. نه حالا مثلا ببین من میگم که Hello Mr. Bahrami, let's get together. اصلا هنوز هیچی ننوشته. Hello Mr. Bahrami, let's get together. الحمدلله درست نوشت. ولی بعضی حالا یه چی هم بهتون میگم آقای بهرامی، من گفتم آقای سوربی از موقعی که برنامه‌ات رو کم کردی هفته یه روز خیلی آها ببین چی کارش کرد، نوشت let's get together very bad. باورتون میشه من کی گفتم خیلی بد؟ اوپس، یه اوپسی براش بنویسم. به نظر من دوستان شما از این آپشن استفاده کنید. این آپشن شما میگیریش میگید آقای بهرامی من داشتم به بینندگان نشون میدادم و چه خوب شد که نشون داد که این به درد نمیخوره. شما لطفاً از انگلیسی و دیکته و اینا استفاده نکن، از اون میکروفون پایین، از این استفاده کن. حالا نگاه کنید دوستان، اینو میذاره، شما میگی پلی. آقای بهرامی من داشتم به بینندگان نشون میدادم. اینم درس امروز برای شما دوستان، و اصلا ناراحت نباشید، برید یاد بگیرید چیزای جدید، مخصوصا یوتیوب، راجع به هر چیزی بگید. الان تو این فصلی که ما هستیم دیوونت میکنن، از صبح تا شب میخوان بهت بیمه بفروشن. حالا ما بیمه داریم، دوتا هم داریم، یکی 65 سالمون شده بیمه دولتی میدن، یکی هم مال خودمون که ما 1300 دلار پول بیمه میدادیم. اوکی، حالا اون که اومده یه عده دیگه، ببین اینا چقدر زبلن، میان خودشونو میندازن بین شما و دولت، میشن دلال محبت. اینا وقتی شما میخوای بری دکتر دیگه نمیتونی به اون بگی که من مدیکر دارم. دوستان یادتون باشه ها، باید بگی من مدیکر ادوانتیج دارم. چه ادوانتیجی؟ تازه اون میگه این دکترا نمیشه بری، برو تو گلدونی. بعدم شما مدیکر ادوانتیج با مدیکر سپلمنت نه سورپلس، سپلمنت اشتباه نگیرید، یک کمی خودتون رو به اصطلاح آگاه کنید. آگاهی فقط با این میاد که با دیگران صحبت کنید، بپرسید، به یه نفر اکتفا نکنید، با دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، بعدم برید روی یوتیوب. حالا این داشتم میگفتم که آقای بهرامی گفت که آقا ماشاءالله انگلیسیت خیلی بهتر شده. گفتم خیلی ممنون. خب به جایی که سه روز بیام اینجا بشینم هی بگم فلانی فوش نوشته خاک بر سرش، فلانی فلان احمق نمیفهمه، چهار کلمه انگلیسی با این اون صحبت میکنم. ولی خیلی ممنون دوستان، یاد گرفتن رو تعطیل نکنید. همین آقای بهرامی که الان دنبال این میگرده که شغلش رو عوض کنه، من بهترین نصیحتی که بهش کردم گفتم تو این سن و سال خودتون رو تو دردسر نندازین. الان با این موقعیت کووید یه درس بزرگی به ما داد که خیلی دلبسته و وابسته و مطمئن نباشید به این زندگی. خود ما هم میگیم نه به این مالت بناز که به یک آهی بنده، نه به این جونت بناز که به یه تبی بنده. یه چیز اینجوری داریم، یا همین کلمه آدم، میگن آه دم، آه میاد بالا، دم نرفت دیگه مردی، میشی هرچی زایدی. ولی ناراحت نباشید، آقای شاهد مینویسه شما چه ساعت و دقیقه ای از جهان رفتید. پیام آقای اکبر، آقای بوشهری، دو جا اینجا نوشتم ولی خیلی جالبه. ایشون دو تا پیغام گذاشته بود، من میخواستم پخش کنم بعد بگم آقای اکبری ضمن تشکر، ولی من به عنوان یه شنونده میخوام به شما پیشنهاد کنم درباره یه موضوعی یواشتر و کاملتر صحبت کنید، یه موضوعی رو باز کنید، توضیح بدید، ببندید، یا علی مدد ما هم نظر میدیم. ولی شما 20 تا 30 تا موضوع رو میریزی، مثل این میمونه که من شاگرد کلاس سوم باشم بیام اونجا شما بخوای از دیوان شمس و کتاب مولوی به ما املا بگی. بله شما همه رو بلدی،
وقتت هم میذاری میگی، ولی خب من بلد نیستم. باید به ما وقت بدید، ما یاد بگیریم. انشالله عمر شما طولانی باشه تا شما این کتابایی که میخونی این چیزا. راستی کتابا به دستتون رسید؟ من میخواستم برای شما سورپرایز باشه، از پسرتون آدرس شما رو گرفتم، کتابا رو فرستادم، ولی نه ایشون نه شما به من نگفتید که کتابا رسید یا نه، ولی اداره پست نوشت که رسیده، 12 هم رسیده، 9 روز قبل رسیده. جالبی پیام های آقای اکبر آقا این بود که بعدن خودشون پیغام گذاشتن، گفتن آقای سوری من چندین کتاب رو ریخته بودم جلوم و داشتم از هر کدوم از اینا یه چیزی میگفتم، اون پیام رو پخش نکن، به نظر من خیلی به اصطلاح وقتی درباره همه چیز اینجا میگن ویک میشه بگی وسیع، وقتی هم وسیع باشه آدم بگی نمیتونه روی نکته به اصطلاح متمرکز بشه. دوستان این داستان آدم و حوا و خدا و شیطان و که حالا اونایی که باور دارن میگن آدم خدا را از گل باغچه و نمیدونم باغچه داشته حوصله‌اش سر رفته از اون درست کرده، ولی حوا رو از انسان آفرید. اینه که خانما انسانن و ماها مثل یه مشت گل و سنگ و خاک و کلم هستیم. میگن خدا آدم رو از گل برداشت، بازی کرد، یادتون گل بازی میکردیم، گلای باغچه، ماشین درست میکردیم و اینا، ولی حوا رو از آدم آفرید. حالا یه سوالی لوتیگری دوستان، شما که خیلی به خدا باور دارید و به این داستان مسخره‌ای که 6000 سال پیش خدا بیکار بود و آمد نشست و اینها، که حالا بعدن معلوم شده اصلا میلیاردها سال اینا ادامه داشته، مگه خدا وقتی آدم را آفرید نگفت فتبارک الله احسن الخالقین؟ اولا ایشون چند رقم چی ساخته بوده که گفته این بهترینش، این اشرف مخلوقات؟ آها، چند رقم چی ساخته بوده؟ اونا چه آشغالایی بودن که اشرف مخلوقاتش ما هستیم؟ خب شیطان هم اونجا وایساده بود، خدا هم یه پوزی داد، گفت نگاه کن من چه لجنی درست کردم، بیا به این تعظیم کن. گفت برو بابا من به این تعظیم نمی کنم. گفت حالا که تعظیم نمی کنی برو بیرون از بهشت، برو بیرون از بهشت. یادتون باشه آدم در بهشته، خدا هم در بهشته، شیطان کجا رفت؟ رفت بیرون از بهشت. آدم حوصله‌اش سر رفت دیگه، شیطان نبود شیطان بازی کنه، گویا آدم و شیطان بازی میکرده. خدا براش حوا را آفرید، به حوا و آدم گفت که شما از این بهشت بیرون نرید. چرا؟ چون شیطان بیرونه، شیطان میاد گولتون میزنه. حالا چطور شد که شیطان اومد داخل بهشت اینا رو گول زد؟ خدایی که نمیتونه از یه بهشت به اون کوچولویی با 2 نفر آدم و حوا مراقبت کنه، محافظت کنه که این شیطان حرومزاده نیاد. اگه زمنان شیطان حرامزاده است، شیطان رو کی درست کرده؟ خدا درست کرده. پس فقط یه بار نبوده که با حضرت مریم گوجی گوجی کرده. آها، خیلی داستان خنده داریه. هر چی بیشتر فکر کنی بیشتر خندت میگیره، بعد بیشتر گریت میگیره به حال اینایی که باور دارن این داستان ها رو. در صورت خدا نتونسته یه آدم و حوا 2 نفر، حالا یکیش هم خاک و یکیش انسان، توی بهشت نگه داره، مجبور شده سکیوریتی سیستم بخره. دوستان این سکیوریتی سیستم و این دوربینای ارزونی که چپ نه گروناش هم همینه، از 800 دلار و 1000 دلار شروع شد، حالا رسیده به 4 تاشو بهتون میده 100 دلار، میگه تا 8 ساعت هم ضبط میکنه، اگه امشب دوز نیامد دوباره فردا روش ضبط میکنه تا بالاخره یه روزی دوز بیاد شما احتیاج داشته باشین. Guess what، فکر میکنید چی؟ یه عده تو خیابون شما که راه میرن برنامه شما مثل الان هست که من اومدم این دوربین رو روشن کردم، این میکروفون رو روشن کردم، این کامپیوتر روشن، این کامپیوتر روشن، این کامپیوتر روشن، اون کامپیوتر اصلیمون هم پشت اینا روشن، این دوربینای سکیوریتی بدون اینا شما رو برادکست میکنه. برادکست یعنی
براد یعنی خیلی وسیع، وسیع پخش میکنه برای همه. یه برنامه بود مال کانادا، نشون میداد خانم سیاه‌پوستی هم بود با یه لپتاپ با 3-4 نفر دیگه راه میرفتن، میرفت در خونه ها، میگفت شما استخر داری؟ میگفت بله. میگفت کنار استخر الان یه حوله صورتیه؟ میگفت بله. از کجا میدونی؟ میگفت بیا. نشون میداد حوله رو، نشونش میداد، سگش رو نشون میداد. بعد گفت والا تو اتاق خواب تو اینا که چیز نداری. خب شما نظرتون درباره این سکیوریتی ها چیه؟ این سکیوریتی ها واقعا میره تا ما رو ببره به مرحله انسکیور و اصلا غیر ایمنی، یا اینکه واقعا سکیور؟ کاکا از پیشکش دیگه، اسب پیشکش دیگه دندونش رو نمیشمارن. اصلا نمیدونم شما راجع به چه موضوعی داری میگی، ولی اینکه بابیان دوشن دوست افرا ما مشخصا من یاد میگیرم. درست، سپاس. اما جناب سوربی کاش اسم اشخاص رو در سطح برنامه نمیگفتید. نه اتفاقا بذارید یه چی بهتون بگم. به امید اون روزی که من اگه با آقای زمانیان حرف میزنم، هم ایشون اجازه داشته باشه اسم منو بگه، هم من اجازه داشته باشم اسم ایشونو بگم، هم دوتامون فکر کنیم الان حرفامون داره ضبط میشه، بعدن برای همه پخش میشه، اصلا ببین چه دنیای خوبی میشه. شما این آقای مهاجر الان یاد میگیره. آقا مهاجر یه کلمه است، شما چرا جرش میدی دوتاش میکنی؟ بعد سید که ما نداریم. سید یعنی چی میگن؟ سید، شکار، صیاد، فلان اینا. سید داریم که این سید هم امیدوارم به زودی ورداشته بشه، چون یه چی مزخرفیه یه کسی افتخار کنه که آها دیدی نیومدن به مامان تجاوز کنن، به مامان این تجاوز کردن. حالا این در رابطه با ساعت که کادو گرفتید، آقای اکبری برنامه من ندیدی. ببین من اگر به شما بگم که من میام شما رو میبرم قرار دکتر که دارید، اگه نیمدم بعد شما گفتی آقا نیمدی من نوبت دکترم رو از دست دادم، نمیتونم بگم آقا چیز مجانی که دیگه بدهکار نمیشه آدم. کادوی اسب پیش، ببین من وقتی به این دوستمون گفتم اینجوریه، اون اصرار میکنه که اینو اونایی که میشناسن به هند دادن 300-400 دلار. گفتم اگه میشناسن صداشون بزن بیان، همون موقع من با دوربین بگم آقا شما از حسن نیت این سوء استفاده کردین، از اعتماد این سوء استفاده کردید. آقا این ساعتی که 110-120 دلار 130-140 دلار نوش، شما دست دومشو انداختی به این دوست ما 300-400 دلار. اتفاقا اسب پیشکشی رو باید دندوناشو شمرد، چون اسبی که میخری خودت هستی و بالاخره بازار و مارکت، ولی اسب پیشکشیه که یه اسب 40 ساله رو بهت میده، میگه این اسب 4 سالشه، پس شما باید قشنگ دندوناشو بشمرید. خیلی ممنون. در رابطه با ساعت که کادو گرفتید، حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم. کادو وقتی میخوان به یکی بدین، من که برای هر کسی که میدونم اهل مشروبه، مشروب میخرم، چون دور ریخته نمیشه. چیزای خصوصی و عطر و اتکلون و پیرن، شما نمیدونید من چقدر پیرن و تیشرت و این چیزایی دارم که اصلا مورد استفادهم نیست، مورد پسند من نیست. میدونید اینا رو هم برگردیم به همون فیسبوک عمومی، شخصی، فلان. حالا براتون بگم، این دوستای ما که از آریزونا اومده بودن، خب اینا 5 سال پیش اینجا بودن، بعد اینا سنندجی هستن، اهل کردستان هستن. یه دفعه راجع به نون خوب و بد و اینها که شد، مادر ایشون ما رو سورپرایز کرد، برامون نون محلی پخت، نون سنندجی. الان اگر یادم بود می آوردم اینجا شما می دیدید، چون من امروز صبح مثلا فقط همین نونه رو خوردم با چایی، چون نونه خودش مثل خوراکه، روش زعفرون هست، روش یه سری از این دونه های مختلف نمیدونم چی میگن، تخم آفتاب گردون و این چیزا، اصلا میخوری تا زور مشتم بهت بزنم خبری نیست. این دیگه خب معلومه، اگه کسی برای کسی نون بیاره، باورتون میشه اینا از آریزونا برای من نون آوردن و من این نونه رو کات کردم گذاشتم تو فریزر، هر روز میرم یه تیکهشو میخورم و هر روزم به یادشون هستم.
ولی فکر کن مثلا برای من یه عطری بیارن که من دوست ندارم. میدونی چی میگم؟ اذیت نکن دیگه آقا. خب برود نیار که به طبی بنده به مال، آها به طبی بنده، آها میگن به رود نناز که به طبی بنده، به مالت نناز که به شبی بنده. اینو خانم اله خانم، خانم دانشزاده گفتن. خب دیگه فامیل شما معلومه. به مالت نیا نناز که به طبی بنده. حالا یه چی هم من بهتون بگم، در تاریخ و زمان و گذشت اینها این چیزا عوض میشه. مثلا شما یه چیزی رو من دیدم، خیلی هم میگن، میگه تا کور شود هر آن کس نتواند دید. این غلطه. خب تا کور شود هر آن که نتواند دید، ولی یه کسی که نشنیده از یه کسی که اشتباه میخونه شنیده اونو یاد میگیره و هیچ اشکالی هم نداره، تا اونجایی که من و شما مفهومشو بفهمیم. تا اونجایی که سوربی اگه به غلط میگه که به مالت نناز که به یه شبی بنده، به روت نیاز که به یه تبی بنده، منظورشو میفهمی. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، ساعت رو دست چپ میبندید یا دست راست؟ چرا ساعت بیشتری ها دست چپ میبندن؟ من خودم موقعی که دانشجو بودم ساعت دست راست میبستم. چرا؟ فکر میکردم مثلا یونیکه، شما رو جدا میکنه از دیگران. ها؟ واقعا چرا ساعت رو، شما این تصویر منو، این دست راست من میبینید یا دست چپ من میبینید؟ یعنی الان دست راست منه، یه نشونی برای تلویزیون وقتی برنامه نگاه میکنید، این جیب کوت باید سمت چپ باشه. خیلی از تصویرهایی که میبینید تو تلویزیون آینه است، چپ و راستش. بذارید من بهتون اینجا نشون بدم، این کامپیوتر ما میذاره این کار انجام بدیم. یه لحظه ببینم اینه. آها ببینید دوستان، این ساعت الان رفت دست چپ من، درسته؟ ولی نیست، دست راست منه، چون این جای گل رو نمیدونم، این جای گله دیگه، نه؟ این جای گل و جیب من دست چپ رفت دست راست. این بهش میگن فلیپ، فلیپ فلاپ، اوکی؟ فلیپ فلاپ. در صورت این هم یه سیستمیه که حتما دیدید با یه کسایی صحبت میکنید یا برنامهشون رو نگاه میکنید، روی پیرن تیشرتش اسمشون عوضی نوشته شده و روی پیرن دختر خانمی پشتش عکس که گرفته بود، ببخشید، نوشته بود که هیچی نگم بهتر. اوکی. این ساعت انویکتا مارک معروفی است که در آگهی تجارتی رادیو ایران قدیما تبلیغش میکرد با این شعر اورست و مولار و اوتویکتا دلپذیر و ظریف و بی همتا. یه چیزایی چی نوشتی؟ با این شعر اورست و مولار و انویکتا، دلپذیر و ظریف و بی همتا. یادش بخیر، اون وقتا یه عده بودن فقط شعر میگفتن برای این آگهی ها. میخوای برات نگهش دارم؟ دارم میام آلمان بهت بدم. نه خیلی سنگینه خدایش. حالا چرا ساعت رو دست راست میبندن، چرا ساعت رو دست چپ میبندن؟ خود شما ساعت رو دست راست میبندید چرا؟ دست چپ میبندید چرا؟ بنویسید تا یه کمی گپ و گفتگو داشته باشیم. خب آقای اکبری دوتا پیامی که گذاشتم رو کامپیوتر، پس بازی امروز پلی نمی کنیم، یه مشتی عکس و اینها نشون بدیم. ساعت 3:30 با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود. دوستانی که از من سراغ و احوال خانم دکتر زنوسی رو میگیرید، ایشون حالشون خوب هست و اتفاقا گفته بودم که امروز با هم یک گپی داشته باشیم، ولی ایشون گفت که امروز کار داره، مریض در بیمارستان هست که باید، میدونید دکترها یک شنبه و شنبه نداره، مریض اگه اونجا هست اینا باید برن. خلاصه امیدوارم هفته آینده با ایشون بتونیم یه برنامه داشته باشیم، چون معمولا قبل از ویناختن آلمان، قبل از تنکسگیوین، قبل از کریسمس، قبل از سال نو، این کمک کردن به دیگران یه شور و حال بیشتری داره، چون هوا سرد میشه در این پاییزیم، داریم میریم به طرف زمستان،
زمستون مردم به این فکر میفتن که به دیگران کمک کنن. تو این فصل ها اگه نگاه کنید تبلیغات این چیزا زیادتره. حالا ما که اینجا الحمدلله هیچ تبلیغی نداریم، اقلا به دوستانی که نیت خیری دارن کمک کنیم. من باز میخواستم با آقای مهدی مهران نژاد صحبتی داشته باشم در رابطه با این کتاب ماشین تبلیغات. متاسفانه همون جوری که الان دیگه شاهدم دارم، از آقای خسرو بهرامی سوال کنید. من مثلا با ایشون از صبح رفتیم یه جایی، بعد داشتیم برمیگشتیم، قرار شد بریم حالا یا البرز یا کافر روز یا فلان یه نهاری، اونم چه ساعتی؟ ساعت 3 و 4 بخوریم. بعد یکی دیگه زنگ زد گفت یه ماشین هست باید ببرین فلان جا. گفتم باشه میریم. آقای بهرامی گفت نهار چی؟ یه چیز در آوردم از این پینات بادر رو، از این بار بهش میگن، بارایی که بهت انرژی میده. گفتم این نهار برای شما، اینم برای من. و من همیشه با خودم دارم، چون قدیمام اینجوری بود. مثلا پدر من رنگینک با خودش میبرد، چون میگه ما نمیدونیم کجا ماشینمون خراب میشه، کجا نمیدونم میریم تو فلان گمرک یه دفعه 2 هفته 3 هفته میخوابیم. اینا که فکر کنن زمان شاه خیلی ایدئال بود، میرفتن این بنده خدا 2 هفته گمرک بوشه، بعد ایران تانکرها ماشینای کره ای رانندهای کره ای ماشینای بنز نمیدونم برف پاک کن و نمیدونم فلان کولردار با شورت و لخت میرفت میزدن جلو صف. میدونید چرا میزدن جلو صف همه؟ برای که ماشینا مال داداش شاه بود. بابا شاه پسرش داره میگه، احمقایی که حتی حرف پسرش رو گوش نمیکنید. آقای هادی خورسندی دیدید؟ ویدیوشو دیدید؟ برید بزنید ببینید شاه الله یاد چه به سرش آوردن. بعد آقای رضا پهلوی اومده دلجویی کنه، البته باریکلا هادی خورسندی گفت این نیومده از من دلجویی کنه، این برای خودش داره دلجویی میکنه، چون واقعا باید بشینه یه جایی زار زار گریه کنه. ولی دوستان یادتون باشه، اولین کسی که تو رادیو تلویزیون های ایرانی به این مردک رضا تنبل پلوی گفت تو اول شروع کن از اینایی که میگن طرفدارتن به اصطلاح شروع کن یادشون بده چجوری با مردم رفتار کنن. بعد یه دفعه دیدم پوفیوز اومد گفت که یادتون باشه، اونم ساعت چی من دست راست، یادتون باشه این عوض کردم یا نه، بذارید ببینم سمت راست، آها سمت چپ، سمت چپ. گفت یادتون باشه امروز با ما همیاری و کمک نکنید وقتی رفتیم ایران به شما پاسپورت نمیدیم. بابای احمقش میگفت پاسپورتتون میدم برین. این یکی میگه من بهتون پاسپورت نمیدم. اولا اینقدر احمقه که نمیفهمه کسی که میخواد بره داخل ایران میتونه بدون پاسپورت هم بره و هر کشوری شما بری بگی منو دیپورت کن، دیپورتت میکنن میری سراغ کارت. خب میگه که ساعت رو میبستم دست راستم، وقتی چکش میزدم و 1 هفته طول نکشید بندش پاره شد. بستن ساعت بستگی به راست دست یا چپ دست بودن داره. البته اگه نخوان بوتیک باشن، این کلمه ها رو تو ایرانی ها یه جورای استفاده میکردن، میکنن بوتیک بودن و اینا، یعنی مثلا مد باشه نمیدونم. آقای شیخی کاملا درست میگه، شما اگر چپ دست باشی به دلیل اینکه این ساعت یه چیزی میدونید هنوزم جزء جواهرات حساب میشه، واچ اند جولری یعنی ساعت و جواهرات، این چون یه چیز گرونی بوده، وستند یادتونه ساعتای وستند، اینو میبستن به دستی که کمتر کار میکنه، چون این دسته مثلا داشتی کار میکرد. من خودم یادمه یه دفعه داداش من از آمریکا برای من یه ساعتی فرستاده بود، اولین ساعتایی بود که فشارش میداد قرمز روشن میشد، دیجیت نشون میداد. تو راه کازرون بنزین خراب شد، خاموش شد، در میآوردیم که ببینیم پمپ بنزین کار میکنه یا نه. اینو من با این دست درآوردم، گفتم حالا یه استارت بزن، استارت زد روشن شد، پمپ شوت کرد، بنزین ریخ روی این. و این چون پلاستیک بود دیدم دورش اصلا چسبید به دستم و نرم شد و انداختمش دور. ساعته تمامش پلاستیک بود، فقط توش اون آهن و اینا بود. اونایی که چپ دست بودن ساعت رو میبستن دست راستشون، چون با این دست کمتر کار میکردن. اگه آقای زمانیان با دست راست چکش زده و ساعت رو هم به دست راستش بسته، همینه، هر یه ضربه که میزده فیزیک چی میگه؟
عمل عکس العمل، اون ضربه برمیگشته، این بنده خدا بندش رو زده پاره پوره کرده. ساعت‌های وست اند واچ یا وست اند واچ، ولی بهش میگفتن ساعت وست اند. چهارراه هنگ، یه آقای بود مرتضا، این اومده بود تعمیرات ساعت درست کرده بود. من گاهی وقتی سر رام بود با این دوست شده بودم، چون ساعت من دلق یا تلقش خط میافتاد. یه دفعه رفتم این مثلا 5 تومن از من گرفت، گفت فردا حاضره. بعد گفتم باشه. بعد دو سه روز دیگه باز رفتم بهش گفتم آقا این خط افتاد. گفت خب این که شیشه نیست، این دلق یا تلق پلاستیکیه. گفتم خب بیا بگی درستش کن، نمیشه زودتر به اون بدی؟ گفت مثلا کی؟ گفتم همین الان. گفت خب وایسا بیا اینجا. یه شیشه‌ای که شکسته بود دوستان، یه ساعت‌سازا میدونی یه پیشبند سفید مینداختن رو زانوشون، ساعت‌سازی مینا و اینا میرفتم نگاه میکردم، یه شیشه ای رو که شکسته بود یه تیکش رو برداشت، با کنار این شیشه مثل چاقو این ساعت رو گذاشت اینجوری، با این مماس به اینجوری تراشیدش. بعد اون خطه از بین رفت. بعد داد به من، یه چیزی هم میزدن بهش که براق بشه. بعد بهم گفت ببین اگه خیلی این کارو بکنی سوراخ میشه، چون تو داری هر دفعه یه لایه از این تلق پلاستیکی سراغ هنگ. آفرین باریکلا. ولی اون راهی که میره آخر اسلانجات شما حساب نمیکنی؟ بله. حالا پایین در باسکول نادر اونجا رو میگی سراغ هنگ، یا اون فلکه هنگ موقعی که ما بودیم اونو میگفتن باسکول نادر، این بالایی رو میگفتیم چهارراه هنگ، که بعدش هم میری هوا برد. و من همیشه از اسلانجات میمدم میرفتم اون خیابونم که یکی یه طرف فلانه، بعضی وقتا پیادم که میرفتم یا با دوچرخم حتی اگه میرفتم حتما میرفتم از اون راهی که عبور یه طرف است و از این راهی که ممنوعه نمیرفتم داخل. دست هم ممنون بچکه خانم دکتر زنوسی، کمک به کودکان، کمک به نیازمندان را دوستان فراموش نکنید. هر کسی رو بهش اطمینان دارید. یکی از دلایلی که این دوستان میان این کار انجام میدن، وقتشون رو میذارن، میگه چون ممکنه شما برای $30، $100، $50، $500 بگی ارزش نداره، حالا من یه سفر برم ایران، یا خدای نکرده بگی من تو فامیلم آقا کسی رو ندارم که دوز رو با پاسبانم دستش بدم، $50 بدم، به جایی که بره چیکونی میری عرق میخوره دوتا فوش من میده. اینا میگن اگه میخواین به ما اطمینان کنید، و هیچ گارانتی ما این وسط نمیدیم. و ایشون سابقه خودش، سابقه شوهرش دکتر زنوسی، سابقه این کارهایی که انجام داده، بچه هایی که از ایران آورده تو خونه خودش نگه داشته تا بیمارستان برن، اون من اگه بخوام اطمینان کنم به ایشون اطمینان میکنم. بله ایشون خانم فرح دیبا رو دوست داره، از اون ور حضرت عباس و نمیدونم امام رضا رو دوست داره، اون علایق شخصی ایشونه، به من مربوط نیست. مثل اینکه شما بخوای یه مکانیکی رو بیاری، این اگر یه چیزی سلیقه شخصی داشته باشه شما بگید نه من ماشین رو دست این نمیدم، گرچه اونم مهم، گرچه اونم به نظر من میتونه یه فاکتور باشه. اینجا نوشتم security cameras live broadcasting، همون که براتون گفتم. اینجا باز نوشتم ارسال پیامک، تکست، آدیو، تایپو. تایپو اینا وقتی یه چیزی رو غلط مینویسن میگن اوپس تایپو بود، یعنی اشتباه کردم. انگشت من خیلی وقتا به جای N میره رو M، خیلی وقتا به جای H میره رو G. اگه دستتون رو اینجوری بذارید روی J و روی F برجستگی هست. این برای اونایی که کلاس کیبورد میرن یادشون باشه که این دوتا انگشت رو باید اونجا بذارن، و به شما هم که نگاه میکنن دستشون این ور میکنن میفهمن انگشتشون کجاست. باسکول ناده، سراغ هنگ، بله یادش بخیر. باسکول ناده بغلش هم یه قصابی بود، تنها جایی بود که گوشت گوساله میفروخت، یا تو منطقه ما که مثلا میدونید من بیشتر همون سیمتری اسلانجات قدمگاه اینجا بودم، تا وقتی که بعد خونه خریدم پایگاه که همون بعد شد خیابان شهید ایدادش بخیر عباس، عباس نا چجوری چیزا یادم میره. بله دوستمونم بود، این بچه خواهر آقا ماشالله افراسیابی بود و
به شوخی هم، به شوخی نه، به جدی میگفتن بد اخلاقه، بهش میگفتن عباس عمر. یه فیلم مستندم ازش ساختن، فکر کنم با نگاه کردنش میشه گفت شما دارید قدردانی میکنید. البته خب این فیلم ها دستپخت همین آخونداست که اینا رو از کار برکنار کردن. اینا گویا بعضی هاشون اجازه پرواز نداشتن، ولی وقتی که عراق حمله میکنه خیلی هاشون میان جلو میگن که ما حاضریم پرواز کنیم. آب گرم و آب لیمو، به به به. بله آقای زاهدی امروز ساعت 11:30 رفتید. به ما هم نمیگه رفتن، با آقای زاهدی که مرده حرف میزنه آقای شاهی. حالا تعریف میکنه که این هر وقت غمگین بوده میره اون. و جالبه همه اینایی که باش مصاحبه کردن میگه یه چیزایی به ما گفته که به کسی نگیم. خب چه فایده ای داره؟ حالا این مردک سر پیری هم دو کلمه میخواسته راز حکومت و دولتای دیگر رو بگه، اینم اومده به شما گفته، به شما اون قسم داده که به کسی نگین. آقا کارمون خیلی خرابه به خدا. خب مار کبرا و هندوستان، شما داستان مار کبرا و هندوستان رو میدونستید؟ وقتی انگلیسی ها میان اونجا میبینن مار کبرا خیلی زیاده و خب اونا بلد نبودن چجوری با اینا رفتار کنن. هندی ها دیدی بچهش مار کبرا رو میگیره میزنه این ورور ماچش میکنه، تو سرش میزنه. جایزه میذارن که مارای کبرا رو هر کسی بیاره، حالا یا جنازش تحویل بده، یه مبلغی پول میگیره. بعد یه مدتی دولت انگلستان یا دولتی که تو هند میبینه آقا تعداد مارا به جای اینکه کم بشه خیلی زیاد شده، کاشف به عمل میاد. این دهاتیا و هندیا و اینها فکر کردن ما دیگه چرا بیریم سر کار، مار پرورش میدیم، میبریم هم میدیم به دولت انگلستان، پولشو میگیریم. اینه که الان یه فلسفهی به نام تئوری مار کبرا هست. میگن بعضی چیزها شما با عجله تصمیم میگیری. بارها به این دوستمون آقای نیساری گفتم، به اون آقای آبتین گفتم، به آقای هوشنگ امیر احمدی گفتم، به خیلی از اینا که برنامه میذارن، جنبش میذارن، حتی این دوستمون آقای شول سعدی کیه، اون که دیگه اصلا یه کمی پیچ مورش شله، به اینا گفتم شما وقتی یه برنامه دارید به دو سه نفر در میون بذارید، اونا نکات منفیشو به شما بگن. ببینید الان تو اصفهان شلوغ شده، خب شما چرا الان دعوت نمیکنید مردم بیان؟ چون میدونید دعوتم بکنید کسی نمیاد. در هر صورت این تئوری مار کبرا و هندوستان رو یادتون باشه. بعضی وقتا شما یک کاری که میخوایی بکنید تصمیم میگیرید آقا امروز اینجوره این کارو میکنیم، یکی باید بگه فردا اینجوری میشه ها. اون فردا اینجوری میشه مارها این بوده که کسانی که قرار بوده برن مارو بکشن بیان جایزه بگیرن، رفتن پرورش مار درست کردن. حالا من نمیدونم مار بچه میزاد یا تخم میکنه چیکار میکنه، ماجرای روباه نباشه. خلاصه اینم این. درباره اینکه شاه دیپلم داشت یا نه، یکی از این شاه اللهیای احمق، میدونید اینا نه احمق که هستن، نمیرنم یاد بگیرن. وقتی یه سوالی میکنی یا یه چیزی رو عنوان میکنی نمیره که بگه برم حالا تحقیق کنم، وای میسه فوش میده. بهش میگم احمق. پوفیوز شاه و پدرش 57 سال فوش دادن به مردم، شکنجه کردن، زندان ساختن. آخرش چی شد؟ هیچ کدومشون حتی جنازهشون رو خاک ایران قبول نداره. این آخوند احمق 43-44 سال همون روش شاه رو داره. الان دیگه خامنه‌ای میاد میگه اینایی که میان به دانشجوها میگن برید خارج خائنن. آقا خائن تو هستی، یه کاری پیدا کن براشون. خانمه از ایران برای من نوشته 30 و چند سالشه میخواد کار کنه، رزومش هم فرستاده. چقدر مرتب خیلی ساده، از چه سالی فارغ التحصیل شدم، کارشناس ارشد هستم، نمیدونم کجا کار کردم، کجا کار کردم و چه پروگرامایی هم بلدم. خب آخه تو که میای حقوق میدی به این مزلفا که میان توی حوزه ها درس میخونن گردنشون کلفت میشه، وقت این دانشجوها همشون کارشناس، کارشناس ارشد، خب اینا چیکار کنن؟
ولی ناگفته نماند. خود من یکی از دوستان آمد و پیشنهاد کرد حالا که شما دستی در کار مدیا داری ما بیان با دانشگاه‌های ایران چیز کنیم و یه چیزی میگن چیز مبادله فرهنگی اینا. گفتم که نه، من دارم پشت این میبینم که هدف شما اینه که میخواییم بچه های ایرانی بیان اینجا با همه بدی های به اصطلاح ایران بودن و کار نبودن. دوستان یادتون باشه خونه مامانتی، خونه باباتی، داری میخوری، مامان بزرگت نمیدونم هر هفته انتظارت میکشه که بری خونهشون. آها 3:11 یه دفعه دیدم 3:31 ترسیدم، گفتم حالا عباس دوران. آقا مرسی مرسی مرسی. بله عباس دوران عصرا میمد تو 30 متری بغل همون مغازه داییش ماشالله افراسیابی، اون ورش مغازه قاسم سربی، این ورش مغازه حاجی توکل نیلوفر، اون ورش همه اینا دیگه بلدم دیگه، استاد کریم و نمیدونم دینامساز و اون یکی نقاش بود بعد کردش ساندویچ فروشی. عباس میمد اونجا، اگه مثلا 3 ساعت اونجا وای میسادیم ما جوانا شوخی میکردیم، خب از ما یکم مسن‌تر بود، حرف میزدیم و اینا، این باور کن 4 کلمه صحبت میکرد، اینم سلام خدافظ خوبم مرسی، اینجوری بود. بهش میگفتن عباس عمر، ولی آدم مرتب و منظمی بود. بعد اون فیلمی هم که ازش ساختن بنده خدا با وجودی که مشکل داشته برای پرواز و اینها رفته و ما به اینها دوستان بدهکاریم، مدیون هستیم. من کاری با آخوند رفته جنگ و اینا ندارم، برم سقا که نه خودشون رفتن نه یکی از بچه هاشون رفته، ولی اون بچه ای که بلند میشه با شناسنامه تقلوی برادرش میره، یا اون پیرمرد جهرومی که تک تیرانداز بود تو خسروآباد آبادان و فقط 4 تا خورما با خودش میبرد از صبح تا شب، اونم اگه یکی بغل دست گرسنه بود میداد به اون، اینا انسانهای شریفی بودن. حالا اگه گول آخوند رو خوردن، تازه توی اون برهه اون گول آخوند رو نخورده، اون از مملکت دفاع کرده. اگه خواستید در این مورد هم با هم صحبت کنیم. بله شهید عباس دوران که اون خیابون بریجستون روبروی پایگاه، من برای بریجستون هم کار میکردم، نه بریجستون نه ببخشید پپسی کولا، بله برای بریجستون بار بردم از بوشه اون مواد پلاستیک. شما دوستان پلاستیک اون یکی دیگه اش چی بهش میگن میدونستید از درخت درست میشه؟ همه ما فکر میکنیم که این یه محصول نفتیه، ولی اون پلاستیک که یه چیز دیگه بهش پلاستیک نه، از شیره درخته که فکر کنم یا ویتنام یا کشورهای اینجوری دارن و از اون شیره میگیرن و یه چیزای سفید اینجوری میارن میفروشن به این شرکت ها و ازش درست میشه. بله کامبیز درمبخش با نام تهرانی برای هفته نامه اسقر آقا کار میکرده. خب نشریه اسقر آقا که میدونید آقای هادی خورسندی این رو حتی وقتی انقلاب شده بود توی انگلستان را مینداخت. ولی میخوام اینو بهتون بگم دوستان، به نظر شما هنرمندی مثل کامبیز درمبخش درمبخش درسته که توی رژیم ایرانم برای مجله ها کاریکاتور میکشه و پول میسازه و الان فوت شد رفتا، ولی میومده لندن برای آقای هادی خورسندی و اسقر آقا کاریکاتورای میکشیده اونجوری که بعد هادی خورسندی رو قسم میده که تا موقعی که زنده هست به اصطلاح به کسی نگه اینا رو و با اسم قل ببین هنرمندمون قلابی اون چه فرقی میکنه؟ یه آقای هست فیلم میذاره آقای پرستویی نمیدونم نوکر آخونده، اون پیش نوکر اونه، اون کیه میاد کالیفرنیا نوکر اونه، همه نوکر آخوندن فلان. خب این آقای درمبخش هم که یه جوری نوکر حکومت بوده و یعنی اینا که میگن رفیق قافله و شریک دزد اینا هستن. اتفاقا میخواستم با آقای هادی خورسندی بگم بیاد درباره این صحبت کنه، آیا ما اشتباه میکنیم که اینجوری فکر میکنیم که باید یا رومی روم باشن یا زنگی زنگ؟ بعد اون ویدیو رو دیدم این شاهلایا اینجوری بهش حمله کردن و توهین کردن اینا، واقعا این هادی فکر کنم چیز قلبی هم داره بنده خدا، سنی هم از رفته. گفتم بابا ولش کن بنده خدا، ما بیاریمش ما بخوایم چیز کنیم. خب کاوچو هم نیست، یه چیز رابر بهش میگن فکر کنم،
رابر، رابر میشه هم پلاستیک نه؟ حالا اگه چیز شد بزن کاوچوه، اونا کاوچو چیه؟ مثل چوب پنبه؟ مثل نمیدونم والا، یکی یکی داره یادم میره. خب حالا بریم یه فیلمی ببینیم. این خانم دکتر بهش گفت، پدر مادرش بهش گفتن فقط روزی یه آبجو، روزی یک only one beer a day، ببینم میتونم پیداش کنم یا ایم رفتش. نه پیدا شد، آمد اینجا. یک لحظه صداشم میبندیم که نگن موزیکش مال فلان بود، اون مال بیسار بود. بله این خانم، این میز صندلی های اینجوری بیشتر تو فرانسه و آلمان و اینا هست، البته خب همینجا هم هست، مثلا کباب بازارم میز صندلی اینجوری داره، سبک تاشو. و بیایم اینجا، این نوشته به سلامتی هرچه رفیق با مرامه. خب ما هم این رو نشون شما میدیم، با هم ببینید. این خانم بهش گفتن روزی یک آبجو بیشتر نخور. البته باهاش دوش گرفت و میشه گفت حقیقتا اندازه یه آبجو بیشتر نخورد. فکر کنم بهش، به اون آقای اکبری میگن رابر. اینجا این کشا هم هست، جنسش میگن رابر بند، یعنی ولی رابر اینجا برای تایر هم استفاده میکنن. و همین اتفاقا گزارشگر آلبانی بود، آلمانی بود، گفت که تایرایی که ما استفاده میکنیم ببینید از کجا میاد، نشون میداد تایر آلمان رو نشون داد، کانتیننتال مال آلمانه، بریجستون رو نشون داد، گودریج و اینا رو نشون داد. خلاصه این ببینید که این تایر از کجا میاد، یه گزارشی توی جنگل ها و نشون میداد که اینا میرن کارگر به جای مثلا مال اندونزی باشه یا کجا، از کامبوج میارن که روزی 14 ساعت کار میکنه و میگفت یه چهارم اونا حقوق میگیره. خلاصه همه جای دنیا این زور گفتن و اینها بوده و هست. اینجا داستان ساعت، هدیه دوست، اینویکتا گیه و عکس فرهناز. یه عکسی گذاشته بودن از فکر کنم دختر رضا پهلوی. و خب میدونید از اون ورم دختر این آقایی که من باش مصاحبه کردم سجادی، و از اون ورم دختر آخونده و اینا رو نشون میدن که اینا چجوری به اصطلاح بی حیا بازی در میارن. حالا در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ اینا رو من گفتم خب اینا سعی میکنن از هم عقب نیفتن و زودتر برسن به اون چیز. عکس زم رو الان اینجا دارم و دیدم که پدرش به فرانسه گفته شما اگر میگید اون آقای، این مرد فامیلیش چی چیه؟ کشدوز، چاکدوز، چی چیه؟ خوشگوشته، خوشگوشه، خوشکوشه. اگه اون دروغ گفته شما چیز کنید، تکذیب کنید، بگید که دروغ گفته. حالا باید صبر کنیم ببینیم چیه. بله این رو هم یه بار نشون دادم، فاطمه خانمی که کرمانشاهی هست و آقای علیرضا سلیمانی از به اصطلاح براش میخواست کمک جمع کنه. این عکس رو هم چون پریروز گویا دیگه معلوم نیست چیزایی که میگن راست یا دروغه، گویا این اردوغان گفته بود که بهترین سیاستمدار جهانه، بعد این عکس فکر کردم که بیمزه نباشه. و ببینم اینجا ویدیو رو نشون دادم، پیام اکبر آقای بوشهری، چون دو تا بوده دو جا نوشته بودم، ولی ایشون گفت که پیامه چون خیلی چیزای مختلف گفتم پخش نکنید. چشم، ما هم پخش نکردیم و شما به نظر من برای هر دو سه دقیقه‌ای که میخوای زنگ بزنی یه برنامه ای رو قشنگ
بذارید زیر ذربین یا یه برنامه رو بیارید بذارید روی میز و دربارش صحبت کنید، اونجوری بهتر میشه. اینم باز دیدید هر ایرانی که شما باش صحبت میکنید میگه ما 100 دلار بیشتر نداشتیم، 10 دلار بیشتر نداشتیم از ایران اومدیم بیرون. یادمه این خانم بگید کریستین امانپور، اون که میگه من اصلا پول نداشتم با یه چمدون اومدم، ولی سوال اینه که چمدون خالی برای چیشون آورده و بعد انقدر بی پول بوده که رفته با شهریه خواهرش درس خونده. حالا این آقا، این من قبلا هم دیده بودم، appreciating of the actor رضا رویگری این هوملند، میگه قدردانی به اصطلاح قدردانی از بازیگر رضا رویگری زاده 1325، یعنی الان 75 سالشه. ما آدمایی داریم 90 سال 90 چند سال از این زبلترین، ولی مثل که یه مریضی و اینا هم پیدا کرده بود، ولی تو همون دوران مریضی رفت با یه خانم جوانی ازدواج کرد که خیلی هم به اصطلاح بحث انگیز بود. خانم خودش یه جایی گفته بود که این آقا از پدر خودش پیرتره. شما به من بگید چجوری امکان داره اون ترامپ زنش بیاد مثلا عاشق ترامپ شده؟ چجوری امکان داره این خانم عاشق این آقا شده؟ رضا رویگری زاده 6 دی 1305 در تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و خواننده است. حاصل ازدواج رضا رویگری پسری به نام کیارش رویگری زاده 1353 است. رضا رویگری در سال 1391 با تارا کریمی ازدواج کرد. رضا رویگری در حرفه نقاشی نیز فعال بوده و در سالهای اخیر در نمایشگاهی در ایران و آمریکا آثارش را به نمایش گذاشته است. به این دلیل که رضا رویگری متولد 1325 و 75 ساله، حالا دیگه گذشت، و همسرش متولد 1368 33 ساله هست، این اختلاف سنی سوژه رسانه ها و کاربران اینترنت شده بود. نمیدونم، یه جوکیه، میگه که آقای رفت بیمارستان خانمش وضع هم کرده بود، پرستاره بهش گفت که خانم شما سه قلو زاییده. این آقای گفت که بالاخره هنوز هم دود از کنده بلند میشه. چون گفته بود دود، پرستاره بهش میگه شما بهتره این دودکشتون رو تمیز کنید چون بچه هاتون سیاه هستن. این حالا این داستان ها، اون میگه رفت گفت که بله فلانم، بهش گفت که پدر جون اون شکارچیه بود که رفت زد شکار افتاد، ولی نگاه کردید تفنگش پره. این ماجرای بچه دار شدن و فلان اینا رو خدایا از سر گناهای نکرده ما بگذر. خب کجا گذاشتیم این عکس رو؟ ولی من میخواستم اونو بهتون نشون بدم که خانمه نوشته با 100 دلار، فکر کنم این خانمه، نه اینم، حالا تا اون بیاد اینم از صفحه آقای سلیمانی برداشتم اگه اشتباه نکنم، علیرضا سلیمانی که نوشته، بله بالاش نوشتم علیرضا سلیمانی، جان جون چنگ معاون سابق شهردار شهر لولیانگ در استان شانسی چین روز جمعه در دادگاه تجدید نظر به دلیل دریافت رشوه بیش از 1.4 میلیارد یوانی 170 میلیون دلار به اعدام محکوم شد. چین اینگونه با فساد مقابله کرد و امروز اقتصاد دوم جهان و به زودی اقتصاد اول جهان خواهد شد. حکومت ما در ایران آفتاب دزدان را دستگیر و زندانی قطع اعضا و اعدام می کند، ولی دزدای بزرگ میان کانادا هی با این دختر لاس بزن با اون دختر لاس بزن، فیلماش هم میفرسن قجی قجی غصه برای اینو اون. خب اینم نوشته که محل نشستن محمود احمدی نژاد. این محمود احمدی نژاد دیوانه روانی واقعا، که خیلی مصیبت ها هنوز مال دوران چیز اونه، چی به اصطلاح ریاست جمهوری اون، هنوز داریم تقاص پس میدیم. همین اسرائیل که هر روز میگه شما گفتیم ما رو میخواییم نابود کنین اینها. بله میگه که ایشان ثروتمند بود، رضا رویگری به خاطر پرداخت سکه
مهریه پسرش برای اینکه زندانی نرود گرفتار فقر شد. حالا این خانمش خبر داره که این پول نداره یا نه؟ anyway نگاه کنید اینجا فلش زده، بذارید اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا ببینید احمدی نژاد تک و تنها نشسته، که البته اینایی که با همن، خب این باز عقلش بیشتر از اینا میرسه، روزای کووید و اینها رفته اونجا نشسته، البته بعض صندلیان خالی هست احتمالا به خاطر کووید. نوشته محل نشستن محمود احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت کسی را نشان میدهد که هم میخواهد ادای اپوزیسیون و براندازها را در بیاورد و هم به یک صندلی بدون اختیار در قدرت چسبندگی دارد و رهایش نمی کند. بله جدیدن حتی گویا شیراز رفته بوده، خیلی عکس و این چیزها گرفته بوده. خب شما نظر درباره رضا رویگری چیه آقای زمانیان؟ کلا نظرت راجع به این افرادی که به خاطر مقام، پول، موقعیت، ایشون چون اومده آمریکا و رفته احتمالا یا سیتیزنشیپ داره یا گرین کارت داره، شاید هم اون خانمه به امید گرین کارت اومده، کلا نظرت چیه؟ من یه دفعه یه جایی بودم داشتم ساندویچ میخوردم، بعد یه آقای ایرانی آمد که خب چون سرش تاس بود و سیبیل داشت و اینها، به نظرم از من پیرتر میومد. بعد نشست گفت شما ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت بله من شما رو توی فلان مهمونی دیدم. گفتم ای اونا. بعد گفت که ببخشید من برم. گفتم آره برو بچه تو بگیر. گفت بابا ها. گفتم برو برو نوت تو بگیر. بعد گفت نه بابا این بچه‌مه، من تازه ازدواج کردم. آدم هم از خودش خجالت میکشه، بعد به خودش میگه که من چرا خجالت بکشم، این باید خجالت بکشه. بگذاریم. بله خب این عکس رو هم ببینید. کامرای سه. یک لحظه. بله میگه مارک توین یک بار به شوخی به صورت ناشناس برای چرا اینجوری شده. یک لحظه اجازه بدید من اینو آها حالا بزرگتر شد میشه به شما هم نشون داد خوندش. بله این تا اینجا مارک توین که میدونی این توین این تنابای چیزیه که تو قایق و اینا هم استفاده میکنه، این فامیلش خودش گذاشته بوده، اسم فامیلش نبود. مارک توین یک بار به شوخی به صورت ناشناس برای 12 نفر از افراد عالی رتبه سیاسی تلگرافی با این مضمون ارسال کرد: فرار کن، همه چیز رو فهمیدن. صبح روز بعد آن 12 نفر از شهر خارج شده بودن. آقای زمانیان یه همچین کاری و آقای شیخی ها انجام بدید بد نیست، بفرستین برای اینایی که آدرساشون رو بلدن. دوستان عزیز ساعت 3:29 بعد از ظهر روز یک شنبه 30 آبان هست. بریم سراغ آقای نیساری و ببینیم که ایشون بعد از چند هفته نظرش درباره جریانات جهان و ایران چی هست، چه خبره، کجا به کجاست، نقل کجاست. و این هم تصویر آقای نیساری رو من بدم به کامپیوترمون اینجا 16:09. بله ایشون هم رفت. آقا تصویر شما رفت الان اومد درست شد. اوکی. خب بله آقای نیساری سلام به شما، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و خیلی خوشحالم که با ما هستید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. آقا اصفهان شلوغه، آمریکا طرف میزنه دو نفر میکشه، میگن از خودش دفاع کرد، ولی یه پسر بدون اسلحه رو چه خبره؟ دنیا کجاست؟ کجا داره میره؟ کی به کیه؟ کجا به کجاست؟ من ساکت میشم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. زنده و پیروز. صدای من میرسه؟ بله قربان بفرمایید. بسیار با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر همیهنانی که اکنون و یا در آینده این برنامه را میبینند، با درود بر استادانی که به من درس انسانیت و آزادی آموختند، و مهمتر از همه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی همه آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشایی، خدمتگزار مردم ایران. خب ببینید گرامیان، اصفهان امروز شلوغ هست، خوزستان دیروز شلوغ بود و جاهای دیگر پس فردا شروع خواهد شد.
و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه تمام شهرهای ایران دست به دست هم دیگه در برابر این رژیم اجنبی بایستند. و از این بابت هست که امروز دوست دارم در رابطه با مسائل بسیار ریشه‌ای با شما صحبت کنم. این صحبت‌ها را قبلا اینجا و اونجا من گفتم ولی تکرار می‌کنم. ببینید قبلا هم من گفتم این رژیم حتی اگر به اونجایی بکشه که همه مردم ایران را خرسوار کنه، یعنی از ماشین و ماشینالات هیچ خبری در ایران نباشه و همه را سوار خر کنه، هنوز به اندازه کافی منابع و منافع در دستش هست که بدزده و ما مردم ایران را به هلاکت برسونه. و این کار را هم خواهد کرد مگر اینکه ما به زور این رژیم را از کار بیندازیم و نگذاریم رژیم بعدی ادامه دهنده این رژیم و رژیم پیشین باشه. ببینید از کودتای 1299 تا به حال هر حکومتی میتونه سر کار بیاد به شرط آنکه موارد زیر رو بتونه انجام بده. یک، اینکه از شرکت آزادانه مردم در تعیین سیاست و سیاست گذاری جلوگیری کنه و دخل و تصرف را به دست عمال بیگانه بسپارد. دوم، اینی که از ارتباط مستقیم علم و صنعت با اقتصاد کشور جلوگیری کند، دانشگاه ها را ببندند و یا اگر باز است تا آنجا که میتواند مرزها را فراری داده و از رشد علمی مردم ایران جلوگیری کند. سوم، این که تولید ایران را مختص به منابع ایران کند و با نبود تولیدات ارزشمند دیگری ایرانی را مجبور به فروش از منابع خود با ارزانترین قیمت به اربابان خارجیش کنند. بنابراین این مسئله از 1299 یعنی کودتای رضا قلدر بزدل سیاستی بوده که خارجی ها در رابطه با ایران پیاده کردند و این سیاست را هم ادامه خواهند داد، حالا یا به دست مجاهد لچک به سر یا به دست سلطنت طلبی نوکر و یا به جای یک دیکتاتوری که میخواد بیاد ابراز وجود کنه و توی سر مردم ایران مزاد کن جلو درم چیزی ولی هست و یا توی سر مردم ایران بزنه و به اون ترتیب این حکومت ننگین رو ادامه بده. تفاوت ما جنبش ایران بانان با دیگر سازمان ها در این هست. این مسئله بسیار مهم هست. مادامی که تو دوست و دشمن خودت رو نشناسی، سیاست درستی در قبال آنها اتخاذ نخواهی کرد. به این ترتیب ما این رژیم را فرزند خلف رژیم پیشین و هر دو را نوکر اجنبی می دانیم. وقتی که شما این را بدونی دیگه صحبت این که اصلاح طلب کی هست، اصولگرا کی هست، سلطنت طلب ممکنه بیاد چه کاری بکنه، اپوزیسیون و تفاوت اینها این هست که از یکی دفاع کنیم بر علیه دیگری و اون یکی رو تقویت کنیم بر علیه دیگری یا ضعیف کنیم، اینها نیست. اینها این دو رژیم هر دو نوکر اجنبی هستند، یعنی بیگانه بر ما سلطه دارند. دوم، ما اسلام را یکی از پایه‌های مهم و جلوگیرنده از رشد ایران و ایرانی می‌دانیم. با شکست اسلام و مذهب است که ایرانی مجال زندگی آزاد و دوباره را می‌یابد. بنابراین اون سازمان‌های اپوزیسیونی که در میان میگن جنگ ما با این رژیم جنگ مذهبی نیست، مسئله ما جنگ مذهبی نیست، مسئله ما از بین بردن استیلای و چیرگی مذهب و اسلام بر زندگی مردم ایران هست. هر اپوزیسیونی با هر رنگ و لعابی با هر نام دهن پر کنی که دست روی این مسئله نگذاره، یک جای کارش ایراد داره و یک کاسه زیر نیم کاسش هست. سوم، سنگ محک مبارزه ما برای شناخت نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون، آمادگی آنها در نشست و گفتگو به تنهایی نیست. صدها سال میتونید بشینید و سخن بگید، صدها سال یک عمل از صدها سخن برتر است. حالا اون سنگ محک ها این ستا رو در بر میگیره، آمادگی آنها
در عملگرایی آنها برای براندازی سلطه اجنبی و اسلام در ایران. دو، برنامه آنها برای ایجاد ایرانی آباد باید روشن نوشته شده باشد. سه، حرف و عمل آنها باید یکی باشد و عملا نشان ایجاد برابری و حق و حقوق مردم باشد، نه سانسور و شانتاژ. هر سازمانی که میاد این ستا رو به اصطلاح دوتا رو به اصطلاح میگه بله ما میخوام در عملگرایی بیام همکاری کنیم، ولی هیچ گونه همکاری نمی کنه. بعد میگه بله ما برنامه داریم، برنامه رو میگذاره جلو، ولی اون برنامه با عملش یکی نیست. به محضی که در یک جریان بحث و گفتگو میخوای وارد بشی، یا شرکت نمی کنه یا فرار میکنه، یا اینکه وقتی شرکت میکنه به اون کنه مطلبی که برابری حقوق مردم هست نمیرسه و سانسورچی بسیار به اصطلاح با استعدادی هم از آب در میاد. شما الان عکس آقای احمدی نژاد رو نشون دادید. ببینید از یک طرف اومده یک حرف میزنه که مردم فلان بلان، این رژیم باید بره و نمیدونم فلان بلان، ولی در عمل رفته در اون شورا گرفته نشسته و پشتیبانی میکنه از اونها. بنابراین عمل این دو تا بسیار مهم است. درگیری ایشون و امثال ایشون با اسلام و عدم درگیری ایشون مسئله بسیار مهمه است. من صحبتی میکنم در رابطه با آقای بنی صدر، این رو بارها برای خود ایشون نوشتم، در برنامه های گوناگون هم گفتم که صحبت کسی نکنه بگه حالا که ایشون فوت کردن این صحبت رو میکنه. ایشون تا پایان عمرش مبارزه میکرد برای انقلاب اسلامی. کسی که برای انقلاب اسلامی مبارزه میکنه، یکی از اون دو شرطی رو که در حقیقت مدافع منافع ایران هست زیر پا گذاشته، یعنی استیلای اسلام بر مردم ایران رو هنوز میخواد در اصطلاح نگه داره. بنابراین این مسائل بسیار ریشه‌ای هست. کسانی که میگن آقای نیساری شما میاید و جنبش شما هم مانند بقیه سازمان ها همون حرف رو میزنه، فکر میکنم دو علت داره. یا اینی که ما رو نمیشناسن، یا این که ما به اندازه کافی موقعیت خودمون رو اونجوری که باید و شاید روشن نکردیم، و متاسفانه هنوز بعضی ها نمیدونن که آقا ما هر دوی این رژیم رو، چه گذشته و چه فعل رو، نوکر اجنبی به حساب میاریم. وگرنه کدام آدم عاقلی میاد میشینه و به اصطلاح ارتباط صنعت و ارتباط تولید رو با دانشگاه به هم میزنه، مرزهای به اصطلاح بسیار متفکر ایران رو فراره میده، کمان که همین رژیم خودش در عرض 42 سال گذشته یا اعلام کرده یا کشتی از بین برده. از شهر خود ما دکتری داشتیم متخصص چشم بود، در دنیا روی سر میگذاشتنش، ولی که ایران که میرسید اذیتش میکردن و براش مشکل ایجاد میکردن برای ورود و خروجش. حتی وقتی که میومد در شیراز و به اصطلاح مجانن جراحی چشم رو برای مردم انجام میداد، هنوز مزاحمش میشد. فکر کنم یه بارم شلاقش زده بوده. بله، این هست که ببینید ما زمانی که باید این مسئله برای ما روشن بشه که چرا اجنبی همچین کاری میکنه. ببینید اجنبی سه تا انحصار رو میخواد به وجود بیاره. یکی انحصار سیاسی است و این کار رو بدون ایجاد دیکتاتوری، بدون ایجاد سرکوب، بدون ایجاد خفقان نمیتونه انجام بده. در مملکتی که مجلس درستی داشته باشه، انتخابات درستی داشته باشه، نمایندگان مردم درستی داشته باشه، این نمیتونه خفقان ایجاد بکنه، مگر اینکه دستگاه سرکوب اجنبی نوکری خودش رو راه بندازه. حالا چه سلطنت طلبه پالانی، چه رضا قلدر بزدل، چه حاج محمد رضا پالانی و چه فرزندان خلف اونها که این به اصطلاح آخوندها باشن. خمینی اولین کاری که کرد بستن در دانشگاه ها بود. چرا؟ برای اینکه میخواست بره به اصطلاح انحصار مرحله دوم. سیاست رو گرفته بود، حالا انحصار مرحله دوم این است که به لحاظ علمی نگذاره ایرانی رشد بکنه. این صحبت هایی که نمیدونم ما موشک رو نمیدونم فلان کردیم بلان کردیم، اینا همش حرفه. چرا حرفه؟ من خودم در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر کار میکردم اونجا. یک سال و نیم من اونجا کار کردم. خب این نیروگاه پس از گذشت 42 سال دزدی هاش 60 مگاوات برق تولید میکنه که هنوز هم مشکل هست، و این 60 مگاوات رو در غرب چندین کارخونه، من نمیشه نامش رو گذاشت کارخونه، من میگم کارگاه تولیدی برق ما ایجاد کردیم
که 60 مگاوات رو تولید میکرد با 60 میلیون دلار، نه میلیارد ها. زمان شاه 4 میلیارد دلار صرف میشد و هنوز 50% این دستگاه ساخته نشده بود، یعنی اون موقع هم دزدی بود. حالا بعد این مسئله به اصطلاح علمی بودن رو جلوش گرفتن، بنابراین ایرانی عالم و ایرانی دانشمند به هیچ وجه نیازی براش نیست، هر احمدی رو اینها سر کار میگذارن که در حقیقت مرزهایی رو که سرشون به تنشون میارزه فراری بدن. وقتی که شما انحصار سیاسی رو بر یک مملکت حکمه کردی، وقتی که انحصار علمی رو بر یک مملکت فشار آوردی و ایجاد کردی، اون وقت اون مملکت تنها کاری که میتونه بکنه این است که بگه آقا جون، من تنها چیزی که دارم به شما بفروشم شلوار پای خودم و زن و بچه‌م هست، و یا اینی که من منابعی چیزی در داخل ایران هست برم اینها رو بفروشم، مثل اینکه شما ورشکست کنی و جنسای توی خونت رو بفروشی که بتونی زندگی کنی. بعد روی این اساس اومدن تمام منابع ایران رو، نفت، طلا، دست کمی از نفت ایران نداره به اصطلاح معادن طلای ایران، حساب کنید تمام اینها در دست این آخوندها در حقیقت نوکران رژیم انگلیس روس نشسته. در پشت اینها ما قراردادهایی رو داشتیم که به خاطر ضعف به اصطلاح دولت قاجار، حکومت قاجار، بین روس و انگلیس در حقیقت نوشته شد. این قراردادهایی از که اونها میخواستن ایران رو بین خودشون تقسیم کنن. در 1900 خورده ای انقلابی در روسیه صورت پذیرفت و اونها به خاطر اینکه نمیخواستن جنگ انقلابشون رو به شکست بیان جامعه، زدن زیر تمام اون قراردادها و اعلام کردن که تمام اون کشورها میتونن برگردن به صاحبان اولیش. در حقیقت کشورهای شمال ایران که الان ادعای به اصطلاح مستقل هم هستن، مستقل شدن، اینها جزی از خاک ایران بودن که ما در جنگ با روسیه به دست همین آخوندهای ایجاد شده بود از دست دادیم. پس از گذشت به اصطلاح جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، زمانی که استالین بر سر کار بود، از دوباره از پشت پرده باز همون مسائل جلو رفت و در حقیقت مملکت ما اگرچه عملا میگفت مستقل هست و یک کسی مثل به اصطلاح حاج محمد رضا رو سر کار گذاشته بودن، ولی در حقیقت تمام کسانی رو که به اصطلاح در حزب اولیه توده، این زمانی که به اصطلاح حزب توده تازه پا گرفته بود و برای خودش آدمی بود و به اصطلاح حالت مردمی داشت، تک تک رهبران اصلی اینها رو روس‌ها از بین بردن و دست آخر هم حزب توده شد عمال و جاسوس و نوکر به اصطلاح رژیم روس و انگلیس، و در حقیقت بسیاری از سرداران ایران، بسیاری از رهبران قشقایی ها رو همین حزب توده دو دستی تحویل دولت به اصطلاح حاج محمد رضا پالانی نماینده انگلیس روس داد. بنابراین این مسائل بسیار مهم هست. اگر ما نشناسیم این مسائل رو، اگر ما دوست و دشمن رو نشناسیم، اگر ما سیاستی رو که اینها پیاده میکنن مشخص برامون نباشه، در حقیقت اینها 2300 سال از ما جلوتر، ما مردم به اصطلاح بی خبر و بی سواد رو مسلماً دنبال خودشون میکشن. چطور امکان داره که یک خرسوار بیاد بتونه از کسی که اتومبیل نمیدونم با قدرت مثلا 15 اسب داره حرکت میکنه توی جاده جلو بزن؟ نمیتونه، مگر اینکه همون خرسوار هم سر جای خودش بیسته و بگه آقا جون این مسابقه مردنی بردنی نیست، بهتر من فکر کنم یک چرخی چیزی بسازم که حداقل حرکت رو بتونه تندتر کنه. این است که ما در مملکتی زندگی میکنیم که امکانات مغزی و فکری بسیار داره، کما اینکه مهندسین، دکترها و دانشمندان ایرانی در کشورهای گوناگون در سطوح بسیار عالی دارن کار میکنن. بسیاری از مدیران شرکت‌های بزرگ مهندسی در اروپا هستن، ولی در مملکت خودشون قابلیت انجام کار رو بهشون نمیدن. چرا؟ برای اینکه انحصار سیاسی دست اجنبی است، انحصار علمی هم دست اجنبی است. من خودم در 40 سال گذشته، به ویژه در به اصطلاح 16 سال اولی که انقلاب شده بود، پروژه های بسیار گوناگونی را از راه دور، البته چون نمیتونستم داخل ایران بشن، به جاهای مختلفی که اعلام کارآفرینی، اعلام به اصطلاح سیستم های جدید مهندسی و یا علم پروری میکردن فرستادم، همه اونها رو یک به یک از بین بردند. ولی در غرب چندین
نمونه از همون برنامه ها رو گرفتن و کارخونه های بسیار سنگین چند صد میلیونی رو اون مسائل رو انداختن. تمام اینها گواهیش هست. حالا کسانی هستن که بسیار بالاتر و بسیار در رتبه های بسیار عالی تر از من کار کردن، ولی اینها هیچ کدوم قابلیت کار در داخل ایران رو ندارن. چرا؟ چون انحصار سیاسی در داخل ایران در دست اجنبی است. مادامی که این اجنبی بر ما حکومت میکنه، هیچ کاری از دست ما برنمیاد. بله، اتحاد مردمی بسیار مهم است، ولی شناخت دوست و دشمن پیش از اون اتحاد مردمی مهم است. چرا؟ برای این که سلطنت طلبه میگه آقا جون اتحاد میلیونی، ولی نظرش ایجاد همون سیاستی هست که پدر و پدر بزرگش در نمیدونم 120 سال گذشته به درستی از دیگران پیشی گرفتن و نوکری رو تا اونجایی که درستن در ایران برقرار کردن. بنابراین این از اونها مجاهد لشک به سر رو میاری، میخواد بچسبه به اصطلاح استیلای اسلام و تخم مرغ رنگی رو این بار به عنوان جوجه به تحویل ما رو. این است که این اتحاد مردم ایران بسیار مهم هست، اما شناخت دوست و دشمن پیش از اون هست و متاسفانه یکی از اینجا بلند شه یا یکی جای دیگه بلند بشه این کار انجام پذیر نیست. بله، صحبت شما آقای سوربی در این مورد که خب کجا هستید کجا نیستید، در بین قوم لور و بین قوم قشقایی حرکت های بسیار عمده ای انجام گرفته و داره میگیره، ولی همون جور که من گفتم قبلا هم، این انقلاب انقلاب یک قوم در کل ایران نیست. این انقلاب انقلاب تمام اقوام و آحاد مردم ایران است و مادامی که مردم ایران دور هم جمع نشن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مسئله قحطی، مسئله گرسنگی، مسئله بی‌آبی، مسئله نمیدونم تمام اینها رو قبلا هم من توضیح دادم به وجوه و گفتم که قحطی بزرگی در راه است و این قحطی بزرگ هم در راه است. ما قحطی بزرگی قبلا داشتیم که 10 میلیون انسان در زمان همون بزاقلدر بزدل و احمدشاه از بین رفتن. بنابراین امکان این که از دوباره اتفاق بیفته هست، ولی اگر ما مردم با هم یکی نشیم و هر چه زودتر این سیل به اصطلاح این سیکل دایره دوران حکومت اجنبی رو در ایران از کار نیندازیم، آش همین از کاسن بتاسفم. در خدمت. ممنونم، چون شما یکی از اونایی هستید که بی‌تعارف صحبت میکنید، حتی پس از فوت افراد مثل بنی صدر. نظرتون درباره اردشیر زاهدی چیه؟ یکی از مسائل بسیار مهمی که من از زمان کودکی همیشه در مغزم بود و رنج می بردم این بود که داستانی بود پدرم تعریف میکرد که امیرکبیر داشت درس جغرافی به بچه های توی کاخ درس میداد. شاه وارد شد و گفت که چرا این کار رو میکنی؟ اگر این کار رو بکنی اونها میفهمن که مرز و بوم ما چه حد و سغوری داره و پس فردا ما نمیتونیم با کشورهای اطراف وارد بشیم و زمین بدیم و خلاصه خودمون رو نجات بدیم. قراردادهای زمان شاه و به اصطلاح نوکرمنشی دوران شاه هم جز همین قراردادها هست. کسانی مثل اردشیر زاهدی واقعا از بن این اطلاعات رو داشتن، چون در درون این دستگاه بودن. ایشون وقتی نگاه بکنید اولی که تحصیلات زیر دیپلمش رو یا دیپلمش رو توسط آمریکایی ها در مدارس آمریکایی که در کشورهای به اصطلاح لبنان و جاهای دیگه بود دیده بود، بعد از اون هم که رفته بود در آمریکا تحصیل کرده بود، بعد در درون خود دستگاه پالانی ها به اصطلاح داماد خود حاج محمد رضا بود، صفیه که از سفرهای بسیار ارزشمند بود و از تمام این اخبار اطلاع داشت، گویا رفته مطالبی رو تحویل آقای دکتر میلانی داده یا نداده من نمیدونم. داده بله، به دانشگاه در سان فرانسیسکو گویا حدود 40 تا باکس و اینا بوده که خود دکتر میلانی هم راجع بهش صحبت کرد. ولی من میخوام کلن اینو که بعضی الان اینو به عنوان قهرمان، چون آمده گفته سلیمانی و ایران اینجوری، دو سه تا حرف دیگه هم قبلا زده بود و بعضی هم به خاطر اینکه یه جاهای مخالفت کرده با به اصطلاح طرفداران پادشاهی، حتی اون بحثش با فرح سر اون هواپیما شاهین و اینها، اینو میخوان یه جوری این رو هم بیارن در سطح قهرمان قالب کنن به ما. نظر شما چیه؟
ببینید این مسئله بسیار مهم است. شما یک شرکتی رو تأسیس میکنید و توی تأسیس این شرکت مدیران این شرکت رو گاه به گاه عوض میکنید. رئیس شرکت یک روز یک نفر هست، روز بعد یک نفر دیگر. کسانی که در درون این شرکت کارمندانی هستند که واقعا خودشون رو موظف به خدمت به شرکت میدونن، کاری براشون فرق نمیکنه که مدیر این شرکت دیروز کی بوده، فردا کسی دیگری است. اینها میگن که آقا حقوقگیر اون شرکت هستند و به خاطر اینکه نان و نمک اون شرکت رو میخورند ادامه به خدمت به اون شرکت رو میدن. آقایانی همچون اردشیر زاهدی و کسانی همچون اینها براشون فرق نمیکنه که حاج محمد رضا پالانی روی گنج ایران خوابیده، این افعی، و یا رژیم خمینی روی این گنج خوابیده، یا نمیدونم سردار سلیمانی روی این گنج خوابیده، یا تیمسار نمیدونم جهانبانی روی این گنج خوابیده، هیچ براشون فرق نمیکنه. اینها ارادتمندیشون به کل اون دستگاه هست و کل اون دستگاه در نوکری اجنبی است. بنابراین ایراد من به این آدم ها، خودفروخته ها، این هست. چطور هست که اجنبی از زیر و بم مردم ایران، از زیر و بم دزدی ها و قرارداد ها و نمیدونم هر چی که بگیم اطلاع داره، ولی اینها این اطلاعات رو به مردم ایران نمیدن؟ چرا؟ جز این که اینها خائن هستن؟ هیچ شکی در این نکنید. یک دستگاه هست که راه افتاده از به اصطلاح پس از ضعف دولت قاجار و صنعت نو که وارد شده. مثال براتون بزنم، در جنگ جهانی دوم شما میبینید که حتی سربازان آلمان، نازی به اصطلاح آلمان، قفس کبوتر پشتشون وصل هست. یعنی برای فرستادن و رسیدن به اصطلاح نامنگاری‌هاشون از کبوتر استفاده میکردن. این چیزی نیست که من بگم از خودم در آوردم. شما میتونید بزنید گوگل یا هر جایی که میخواید بگید آقا جون جنگ جهانی دوم استفاده از کبوتر توسط به اصطلاح تنوشون رادار نبود. ولی صنعتی که رشد کرده به ویژه از زمان بعد از قاجار، این کار رو برای ما مردم ایران بسیار سخت‌تر کرده. بنابراین کسانی مثل آقای اردشیر زاهدی که خیلی اطلاعات دارد، به ویژه که نزدیک به قلب اون رژیم بوده و این اطلاعات رو در اختیار مردم ایران نگذاشته، جز خائن هیچ کسی دیگر نیست. هر حرفی حالا میخواد بزنه، هر کسی که از درون این دستگاه اطلاعات مربوط به خودفروشی، مربوط به دزدیدن مال و منال مردم ایران رو داشته و حرف نزنه وقتی در درون دستگاه هست، مثل همین آقای احمدی نژاد و امثال هم، اینها بالاترین رتبه خیانت رو نسبت به آمریکا انجام دادن و انجام میدن. بسیار ممنونم از شما و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم باز با شما باشیم. خیلی ممنون. و من این برنامه های روز به اصطلاح دیروز و اینها رو توی اصفهان دیدم، مخصوصا اون که آقای خیلی قشنگ با یا آخوندی صحبت میکرد، تنها آخوندی بود که اومده بود اونجا، همونجا محاکمش میکردن و اینا. به نظر من یه حرکت جالبی هست، به شرطی که همین مجاهدین و دیگران خرابش نکنن و اونها سوار بر این موج طبیعی و مردمی و چه میگن واقعا مردمیه دیگه، مشکلشون همه شریک و سهیم هستن، یه چیزی این کامن دارن و حرفشون هم خیلی قشنگ دارن حرف میزنن. امیدوارم اینم مثل قبلا خراب نکنن. نظر شما کلن چیه؟ فکر میکنید که یه برنامه ممکنه باشه که بفرم؟ مسئله بسیار مهمی است. این همون اتفاقهایی که سال 1357 از 55 تا 57 اتفاق افتاد، این رو من بارها هم قبلا گفتم. اولین نامه ای که من برای شما فرستادم در رابطه با آقای خامنه ای همین بود که دست رژیم شما رو شده و ناقوس مرگ شما به صدا در اومده، منتها قرب خودش مونده که آقا جایگزینی چه کار کنه. زمانی که ناقوس مرگ شاه رسیده بود و سیستم اون و دست اینها در برابر مردم رو شده بود، آلترناتیوی به نام به اصطلاح این خمینی رو یک جای خوابانده بودند. ولی اتفاقات درون ایران به ویژه در 40 سال گذشته و رشد فکری جوانهای ما
و رشد فکری مردم ما که اپوزیسیون همیشه اینها رو احمق حساب کرده به حدی رسیده که غرب توش مانده که چه چیز رو میتونه جایگزین کنه و در حال حاضر دو سه چیز رو بیشتر نمیتونه جایگزین کنه. این مهره ها کاملا شناخته شده هستن. یکیش سلطنت طلبه ها هستن که تنها راه نجات این آخوندها و هنوز ادامه دزدی های غرب این هست که این بار با سلطنت طلب و به اصطلاح اینها در یک جا بنشینند، ولی آخوند انقدر وضع رو خراب کرده که مردم حاضر به این کار نیستند و سلطنت طلبه اتفاقا به ضررش هست که به آخوند بچسبه و هی بگه آخوند خوب هست، ولی خودش هم نیرنگ باز دیگری مثل اون هست. دومین کسانی که میتونن تیم به اصطلاح مسئله کلاهبرداری کنن مجاهدین لچک به سر هستند که اونها هم با به اصطلاح نشستن در کنار صدام حسین و شلیک کردن به سوی مردم ایران جایگاه خودشون رو تا اندازه مشخص کردن. سومین چه به اصطلاح تیر ترکشی که اجنبی داره ایجاد یک سیستم به اصطلاح دیکتاتوری کارگری به اصطلاح این هست، هر چیزی که بتونه سر کار بیاره، کما اینکه حزب توده و سازمان چریک ها و بسیاری از سازمان های مشابه در اختیار و در حقیقت تولید شده یه دست غرب بودن و برای همین مردم رو بدان مینداختن و الان هم یک همچین چیزی تولید کنه و بعد در بیاد بگه آقا جون این بار دیکتاتوری کارگری هست، هر کسی چیزی داشت در اومد بزنید تو سرش و از دوباره فرار مرزها و کشتار مرزها و غیره. حالا اینی که شما میبینید در خوزستان جنگ و جدل میشه ولی اتفاق نمیفته، بعد اصفهان بلند میشه، بعد جای دیگه بلند میشه، علتش این هست که علارغم تلاش های به اصطلاح مردم، اجنبی هنوز نتونسته جایگزین پیدا کنه. من قولتون میدم شما الان نگاه کنید پشت سر هم ایران اینترنشنال میاد، کوچه میاد، نمیدونم آقای چی هست جوان مردی میاد، کسایی مشاور رو لایزم میاد که غیره میاد، اینها میان که جبر رو تا اونجایی که میتونن سوق بدن به سمت جایی که اجنبی میخواد، ولی هنوز موفق نشدن. به محض اینکه اجنبی راه چاره رو پیدا کنه، من به شما قول میدم به محض اینکه پیدا بکنه، بلبشویی در چندین شهر بزرگ ایران راه خواهد انداخت درست مثل 1357 و انقلاب رو و بیداری مردم رو میکشه به اون سوی. وظیفه ما به اصطلاح اپوزیسیون راستین این هست که با مردم رو راست باشیم، دوست و دشمن رو کاملا مشخص کنیم. ایران الان در جایی است که امکان این که بتونه اون دور دوران بردگی رو بشکنه و جلو بیاد هست، ولی مادامی که بیاد در یک جمعی وایسه و فریاد الله اکبر و بسم الله و فلان اینا بگه، از دوباره در همون ورطه داره خودش رو فرو میکشه. این هست که بایستی با دو جانب حرکت کنه، یکی این که دنبال نوکرها ندوه، حالا چه سلطنت طلب هست، چه مجاهد هست، چه نمیدونم دیکتاتوری، هر چیزی که نام دیکتاتوری روش باشه، حتی اگر دیکتاتوری خدا باشه یا پیغمبر زمان باشه، اینها قبول نیست، بنابراین آزادی مردمی. دوم اینه که حکومت مذهب بایستی ریشه‌کن بشه، به ویژه اسلام در داخل ایران. اگر غیر از این دو باشه ما هنوز به چنگ اجنبی گرفتار. بسیار ممنونم، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم به امید فردایی بهتر. مرسی که با ما بودین، خیلی ممنون. سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. دوستان عزیز، با آقای نیساری بودیم و صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، اگر مایل باشید باشون تماس بگیرید. و خیلی خوشحالم که فرصت شد این خانم جوانی که از ایران تماس گرفته بودن گفتن که اجازه داریم رزومه ایشون رو روی صفحه نشون بدیم تا اگر کسی کاری داره در ایران، سراغ داره، خب اینم یه جوان مثل جوانهای خودمون به اصطلاح معرفی کنیم بتونه بره سر کار. نوشتن که رزومه کاری: نام زهرا، نام خانوادگی محمدی علی آباد، متولد 1364، وضعیت تأهل مجرد، حتی تلفنشون هم نوشتن، محل سکونت تهران، تجارب کاری، مدت زمانش نوشتن از 1397 تا کنون، بعد از 1395 تا 97 سایت بورس نیوز، از 1393 تا 95 روزنامه عصر اقتصاد و 1390 تا 93
نیا شیعی مسئول دفتر مدیر عامل. ایشون مقطع تحصیلی کارشناسی دارن و سال اخذ مدرک هم 1396. مهارت ها نرم افزار نمیدونم هلو یا هلو، فتوشاپ، آی سی دی ال و چیزهای دیگه که جوان ها بهتر میدونن. و من ایمیل آدرسشون هم اجازه بدین دوستان بهتون نشون بدم، که امیدوارم حالا افراد واقعا پس فطرت چیز نکنن، مزاحم ایشون نشن، چون دیدم شماره همراهشون هم داده بود، من براشون نوشتم مواظب باشید که افراد مریض و بیمار داریم زیاد. روی فیسبوک دوستان ایمیل ایشون رو گذاشتم، ام که اول فامیلشون هست محمدی و یلدا 478@gmail.com. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون، متشکرم. بیشتر ممنون که برنامه سربی با مردم رو تماشا کردین و ویدیوهای شاهین رو روی یوتیوب میتونید برید ببینید. شاهین 2000 گفتم خیلی ویدیوهاش، اونم ویگ و پراکندن، یه دفعه از فوتبال میره توی خونه خامنه‌ای، یه دفعه میاد این و جالبه، ویدیوهاش تماشا کنید، با خودش هم به اصطلاح در تماس باشید. و اگر شما هم مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، کار بسیار ساده و آسونی هست، ولی به شرطی که برای حرفتون ارزش قائل باشید و حاضر باشید که هزینه ای هم پرداخت کنید. به قول اداره تلگراف، پست و تلگراف ایران، حرف مفت دیگه بسه. مرسی که با ما. آهان، این عکس تکست رو براخره پیدا کردم در زمانی که آقای نیساری صحبت میکردن. اینه صفحه های چیز به این صورت هست، وقتی شما میری رو تکست میخوای بفرسی، من منظورم مال آیفونه، نگاه کنید اینجا جاییه که شما میتونید تایپ کنید، تکست کنید، ولی این دکمه ای که من گفتم، این میگیرید و فشار میدید، میتونید صحبت کنید، پیامتون به صورت ایرانی، انگلیسی، با هر زبانی که میخواین به صورت آدیو میره، به صورت صدا میره. ولی این میکروفونی که این پایین گذاشته، این دردسر درست میکنه. شما برای یه آلمانی میخوای آلمانی صحبت کنی، خیلی هم خوشحالی که چند سال اونجا بودی و بلدی، ولی وقتی حرف میزنی برات یه چیزایی مینویسه که باید مواظب باشی. گفت که من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.